بیا ببر، تموم شد، آتیش زدم به مالم، ماشین حسابا رو در بیاریم ببینیم آقا مزنه چند ندارش. مزنه میخوام ببینیم امروز چنده. بهم نمیاد این اداها، میدونم گفتیم خود بخندیم. خوش اومدید به شوی پرچونه. سلام به بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه سر تا سر دنیا، هر جا که ما رو میبینید و میشنوید. ممنون از اینکه شوی ما رو زنده نگه میدارید. با وجودتون و با تماستون و با حمایتتون از همتون ممنونیم. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده. بقیه لقبا رو نگم دیگه، اتاق فرمان دیگه، چی؟ کنترل، ضبط، تکنیک، کامپیوتر، اینترنت، ادیت، مارکتینگ دیپارتمنت و بقیه همه چیزا. از شوی پرچونه در خدمتتون هستم و یک تنه من این طرفم، شما هم از اون طرف دارید کمک میکنید که این شو رو با هم ببریم جلو. شوی پرچونه بارها مسیرش در زوایای مختلف تغییر کرده، مسیر اصلیش تغییر نکرده البته، ولی خب زاویه‌های کوچیکی این ور برداشتیم و همینجور رفتیم جلو. به طور کلی آقا ما اینجا وایستادیم که بگیم بیاین و کمک کنین، آزادی رو به مرد برگردونیم و احترام رو به زن. آزادی برای مرد از اسارت وجاینا و احترام برای زن به عنوان چیزی ماورای وجاینا. و ما دوست داریم این دوتا برگرده، همونطوری که بود در سالیان پیش. مردا آزاد بودن، زن و محترم، الان مردا اسیر وجاینا هستن و زن هم احترامشون از دست دادن. نمیخوام راجب اون توضیح بدم، اگه توضیح خواستین توی اوپن مایک با هم صحبت میکنیم. همچی درسته؟ خیلی خوب. آقای حامی داره زنگ میزنه، لطفاً اجازه بدین من 10 دقیقه ای رو صحبت بکنم، یه اینتروداکشن مقدمه بگم راجع به این برنامه امروزمون که سوء تفاهم پیش نیاد برای دوستان محترم، چون که داریم راجع به خواهران و مادران خودمون صحبت میکنیم، یعنی هم خواهر و مادر شما، هم خواهر و مادر من، هم فامیل من، هم فامیل شما، هم فامیل فامیل شما و همه. داریم راجع به خانوما صحبت میکنیم و امروز میخوام ببینیم قیمت چنده. و به خاطر اینکه این موضوع مورد سوء تفاهم، مورد شکایت که بر مبنای عدم درک کامل و صحیح از مطلب هست قرار نگیره، من یه مقدمه میگم که کاملا واضح بشه که بحث امروز ما چیه و قصدمون از این کار چی هستش، که خدا نکرده حمله به توهین و اینا نشه. گفتیم اول میخوایم ما آزادی و احترام رو به مرد و زن برگردونیم. آزادی برای مرد، الان زنها آزاد شدن و خیلی خوب آزادن. ولی احترام از بین رفته. اینم حالا صحبت کردیم جست و گریخته، اونم باید یه برنامه مفصل بدیم که توضیح بدیم که یعنی چی آزادی مرد رفته از بین و احترام زن. زن این همه محترمه، این همه کار میکنه، بیزنس میکنه، گوشی رو برده بزنین این ون فوری همه هواشو دارن، تو دادگاه بره اول اون برنده است در اکثر کیس ها. خواهش میکنم جمع مکسر کیس رو هم سعی نکنید بگید، کلمه کیس فارسی عربی نیست، جمع مکسر نمیگیره، لطفاً سعی نکنید که کیس رو جمع مکسر بکنید. خیلی هم بیادب نباشید لطفاً. من میخوام یه مقدمه بگم و بعد دوستان میتونید با ما تماس بگیرید. شما تلفن شوی پرچونه از 310-896-7524 و سکایپ مون هست پرچونه 11، یاهو آیدی مون هست پرچونه اندرسکور شو. تو فیسبوک میتونید هر جوری پرچونه رو سرچ بکنید، یه قیافه منحوس من میاد بالا. و خلاصه پرچونه شو 3 وبسایتی هستش که ببخشید پیج فیسبوک هست که ما اونجا بیشتر همه کامیکیشن رو انجام میدیم. وبسایتمون پرچونه.com. همینجوری میتونید با ما تماس بگیرید. امروز تو این برنامه زنده که روز در واقع 20 اکتبر هست 2015، میتونید با ما لایو بین ساعت 9 تا 11 شب تماس بگیرید به وقت لس آنجلس، به وقت غرب آمریکا پاسیفیک استاندارد تایم و بقیه جاها هم خودتون تبدیل کنید. انقدر لطفا از من نپرسید که ساعت با برنامه‌تون به وقت تهران کی میشه، به وقت یزد کی میشه، به وقت فیلیپین کی میشه،
یا نمیدونم به وقت آلمان کی میشه، خودتون میدونید. بعدش هم 24 ساعته این برنامه ها داره و برنامه های دیگه در حال تکراره. شما اگه لایو هم میس بکنید میتونید برنامه رو تکرارش هم ببینید. سو میریم سر اصل مطلب. توضیح بدم یه مقدار راجع به این که ما امروز میخوام چیکار کنیم. ما امروز میخوام ببینیم قیمت زن چنده. خب ولی قبل از اینکه سوء تفاهم و سوء تعبیر بشه، بذار ما یه چیزایی رو اول مقدمه بگیم، مشخص بشه که داریم راجع به چی صحبت میکنیم، که بعد دوستان اگر خواستن بیان و تو این بحث شرکت بکنن با یک دید بهتری روشو بیان و بتونن راحت بهتر راجع به اصل مطلب اون صحبت کنن، تا اینکه بخوان سوء تفاهم ها رو صحبت بکنن و عصبانیت پیش نیاد. اولا که زن کالاست. ما مردان سر تا سر جهان بجز مردانی که کارشون فروش و پول درآوردن از فروش زن ساعتی 20 دقیقه نیم ساعت، بجز مردانی که تو این بیزنس هستن، بقیه مردا بسیار از این قضیه که بسیار از این قضیه که زن کالاست شاکی هستن، ولی ما مردها کوچکتر از اون هستیم و قدرتمون کمتره و ضعیفتر از اون هستیم که با این قضیه مبارزه بکنیم. ما نمیتونیم حریف خانوما بشیم در قیمت گذاری و در فروش کالا. قیمتی رو هم که خانوما میذارن روی سکس و روی خودشون رو ما تعیین نمیکنیم، چون اگه قرار بود ما تعیین میکردیم مسلما هیچ احمقی نمیاد بگه این چیزی که مجانیه من میخوام پول بدم، یا این چیزی که قیمتش کمه من میخوام زیاد پول بدم. همیشه آقای آلن ساندر دارین زنگ میزنین، لطفا زنگ نزنید روی اسکایپ، یعنی زنگ بزنید شوی خودتونه، ولی اجازه بدین من صحبتم تموم بشه تا اینکه یعنی مقدمه تموم بشه شما بتونید بیاید، من بگیرمش نکنه نشنوه. آلن جان لطفا اجازه بده تا مقدمه تموم بشه دوباره میام خدمتت. بله عرض شود که ما مردا هیچ کاره هستیم در اینکه قیمت خانوما چنده و اینکه تعیینش کنیم، کم و زیادش کنیم، یا اصلا فروشی باشه یا نباشه. سکس فروشی، زن کالاست به خاطر اینکه زنها میخوان، به خاطر اینکه خودشون دوست دارن و از این قضیه حمایت میکنن، و ما مردها چاره ای نداریم. خیلی اگه ما استاد باشیم، خیلی اگه پرچونه گوش بدیم، خیلی اگر خیلی خوش تیپ و خوش قیافه باشیم، یا یک معروفیت جهانی داشته باشیم، یک هنری داشته باشیم، یه چوری سپیشل سپایکی تاپ ناچ ریر استثناء باشیم، ممکنه که به طرق مختلف در یک برهای کوتاه کوتاهی زن مجانی گیرمون بیاد. بقیه باید پول بدن، و وقتی هم که طرف هرچی سنش بالاتر میره پیرتر میشه بازم باید پول بده. دخترها از دستش دورتر میشن مسلمه، و ولی پول بدی برمیگردن. این که میگن زن کالا نیست و نمیدونم زن جوان مرد جوان رو میخواد و مردا پیر میشن و میخوان پول بدن و فلان کار کثیفیه اینا، خب ما ممکنه که بشه 60 سالمون بخوایم یه چیزی رو داشته باشیم که اشکال نداره، بشه 70 سالمون یه چیزی داشته باشیم. وقتی پوله رو گوشه اسکناس از جیبمون در میاریم نشون میدیم اینا میدوئن میان، علتش اینه که خودشون دارن میفروشن، ما که نمیخوایم. ما اگه میتونستیم که کاری بکنیم که زن کالا نباشه و این قضیه رو تحت کنترل یا قدرت ما کوچکترین تأثیری ما میتونستیم درش داشته باشیم، مطمئن باشه در سالهای جوانی چه در سالهای پیری چه اون موقعی که میخواستیم دنبال دخترهای خوشگل بدویم و به دستشون نمی آوردیم چون ماشینمون قرازه بود یا هرچی، اون موقع استفاده میکردیم از اون قدرت. دست ما نیست دوستان عزیز. خب خانم ها برای خودشون، برای سکس، برای هر چیزی قیمت تعیین کردن و پول به صورت کش میخوان بگیرن، یا بعضی کش میگیرن بعضی معادل کش میگیرن، یکی مهریه میگیره، یکی میگه مثلا ماشین بخره، یکی میگه نه من کریدیت کارتمو دارم ورشکست میشم تو بیا کمک بکن، یکی میگه واسم گرین کارت بگیر من بر آمریکا حداقل 300 هزار دلار قیمتشه، یکی هزار یک دلیل میگه که من از اونا نیستم که یعنی چه فلان بیسار اینا من اصلا فلان، ولی خب تو باید خرجای بیرونو بدی، رستورانو بدی، کنسرتو بدی، گردشو بدی، هدیه رو بخری، تولد فلان کجوکله فیفی زولبیا واسهش یه نفر فلان چیزو خریده، تو چرا برای من شکلات خریدی؟ اصلا مسئله پولش نیستا. میدونم مسئله پولش نیست، ولی خب برسه همیشه به پول میرسه. ما مردا ضعیفیم، ناتوانیم،
و مخالف این قضیه اساساً همونجوری گفتم بجز گروه محترم پیمپ که کارشون فروش پراستیتوت هست و درصد میگیرن، بجز این گروه بقیه از کالا بودن زن شاکی، متنفر، مخالف و همه اینا هستیم ما. خب all that said، تمام نام که گفتیم، حالا بریم سراغ تیکه دوم و اون که وقتی ما میگیم زن کالا هست به این معنی نیستش که زن در جامعه به طور کلی به صورت کالا هست. یعنی فرض کن شما بخوای یه مدیر باشی داشته باشی برای فرض کن مدرسه‌تون، باید چون زنه پول بدی مرده پول ندی. خدمات سرویسایی که آدم اجرا میکنن فرق میکنه، یا به هر نحوی ارزش اجتماعی یک زن به عنوان یک مادر، به عنوان یک پروفشنال، به عنوان یک وکیل، به عنوان یک دکتر، اینا درسته که اونا پول در میارن از کارشون، منظور این نیستش که زن ارزشش فقط مساوی کالا هستش. منظور وقتی میگیم زن کالا هستش در رابطه با زن و مرده، یعنی no money no honey، پول ندی اصل خبری نیست. ما این تو خیابون از هر کس پرسیدیم با لبخند تایید کرد، بعد گفتیم یعنی زن پولی، سکس فروشی، پراستیتوشنه، بعد همه گفتن نه. خب هیپوکرسی یکی از اصول اساسی تفکر زنونه هستش و هر کسی که با زرنگی تمام با طرز تفکر زنونه مردم رو میچاپه. این هیپوکرسی واقعا به سود هست، به خاطر اینکه طرف در جا میاد میگه که من میخوام یکی منو برای خودم بخواد، بعد بلافاصله تو بگی خیلی خوب تو منو برای خودت بخواد، میگه نه من میخوام تو منو برای خودم بخوای، من که نمیخوام تو رو برای خودت بخوام. این هیپوکرسیه. یکی باید عاشق باشه، خیلی خب من باید عاشق تو باشم، همه منابعمو در اختیار تو بذارم، تو که نباید عاشق من باشی. نه، فقط باید از طرف مرد باشه. همینا یه طرف است و کسایی که بتونن واقعا خودشون رو قانع کنن، کلوز کنن و طرز تفکر و هیپوکرسی زنونه رو در زندگی و بیزنسشون اجرا بکنن، پا رو سر بسیار آدمای مختلفی میذارن و از روی جنازه های اونا رد میشن و به مدارج بالا میرسن و سکسس پیدا میکنن. چون وقتی قرار بشه آدم ها رو آدم حساب کنی که نمیتونی سکسس اونچنان پیدا کنی، تو باید شروع کنی کلک بزنی، تیغ بزنی، کمیشن سه برابر بگیری، یه برابر بدی، قیمتو بپیچونی ببری بالا، ریال استیت خاک بزنی تو چشم اون یکی، از این یکی در بیه اون یکی فروش بکنی. دنیای کامپیوتر همینطور، دنیای هنر همینطور، دنیای انترتینمنت همینطور، این سیستم جهانه. خب منم درست نکردم این کار، این توضیحی که دادم به خاطر این است که ما نمیخوایم بیایم بگیم که اولا که ما، نه من خودم یه نفر به هیچ وجه کسی نیستم که و در حدی نیستم که، و فکر نکنم خیلی خیلی از کسای دیگه هم در این حد باشن که اصلا بتونن تعیین کنن که فروش سکس در ازای پول بده یا خوبه. ما داریم صحبت راجع به این میکنیم که حالا که فهمیدیم که ثابت شد هر کس هم خواست بیاد میتونه دوباره سرش رو بکوبه به این دیوار بتونی و باز با این موضوع جنگ بکنه که زن کالا نیست، بازم میتونی صحبت بکنی. با من جنگ نمیکنی، با منطق کار داری. من هم یه مورچه کوچولی هستم، منطقم دیوار بتونی آرماتوری عظیمه. شما میتونی هر چقدر میخوای سرتو بکوبی به این دیوار، ولی وقتی منطق رو ما میذاریم جلو، تو با منطق طرفی، با من طرف نیستی. هنر ما اینه که منطق رو درست جلوت قرار بدیم که نتونی سفسطه کنی، نتونی بپیچونی، نتونی هیپوکرسی رو تو حلقه ما فرو کنی، نتونی پشت سر کلیشه ها قایم بشی و نهایتاً خوشگل اینجوری روانشناس بیه بگی که نخیر اینجوری به زنها اشخاف میشه فلان. بله، زنها کتک میخورن، شلاق میخورن، کشته میشن، شکنجه میشن در همه جای دنیا، نه بیشتر و شاید نه کمتر از مردا. ولی موقعی هستش که میخوان افرادی پشت کلیشه ها قائم بشن و خودشون رو به نوعی خیلی بزرگتر و بیشتر از اون که هستن مردمی جلوه بدن، از اینجور حمایت ها میان میکنن و این حمایت ها رو از زن میکنن. نتیجه مرد بدبخت اسیرتر و بدبختر میشه و پول بیشتری هم بده آخر هم تو سرش میزنن که تو داری منو ابیوز میکنی. ما میخوایم یه مقدار این تعدیل رو ایجاد کنیم برای افرادی که تعدادشون زیر 1 در میلیون هست، زیر 1 در میلیون
شاید هم بیشتر از زیر یک در میلیون، زیر یک دهم میلیون باشه که تفکر غیر کلیشه‌ای میکنن و حرکت غیر گله‌ای میکنن و تا بوده همین بوده رو نمیخرن و میبینن که الان در دنیا امروز چه چیزایی تغییر کرده و چه چیزایی رو باید با چه فرمولایی شناخت و یا اجرا کرد یا ازش دور موند. ما برای اون افراد هستیم. بخاطر همین است که حامیان شوی پرچونه اگه بشموری تعدادش از انگشتان دست بیشتر نیست. بقیه میان میگم میخنده خب پوز دخترها رو زدی یا پوز دخترها رو خیلی میزن چی میزنی تو پر دخترها. من نیومدم اینجا من پوز دخترها رو بزنم یا تو پر دخترها رو بزنم. باید این مسائل رو با هم دیگه صحبت کنیم، روشن بکنیم. یه مقدار واسه پسرها خوب میشه، یه واسه دخترها یه ممکن واسه پسرها خوب نشه یا واسه دخترها خوب نشه، که اصلا من به این قضیه هرگز فکر نکردم، اهمیتم ندادم که این برای کی خوب میشه برای کی خوب نمیشه. هر موقع اومدی به من یه پول گنده دادی، من تونستم یه خونه خوب 50 تا خوابه، یه دونه قایق، یه دونه اتومبیل 200,000 دلاری بخرم، و وقت من به این فکر میکنم که تو شوی پرچونه چی بگم که واسه تو خوب بشه. تا موقعی که این پول رو به من ندادی، من کاری ندارم که چیزی که میگم واسه تو خوب میشه یا نمیشه. بله من فروشی هستم، بله همه فروشی هستم. انقدر میتونی بخری که من رو به شرافتم بر نخوره و حالا مونده تا بر بخوره. خب در نتیجه این حرفا همش به کناره. علت این که حامیان شوی پرچونه تعداد کسایی که واقعا اومدن تو کارا، یعنی دست چکشون در آوردن، کمک کردن، پول دادن، وقت گذاشتن، کار انجام دادن، پول فرستادن، قطعه برای ما آوردن، کامپیوتر به ما دادن، عملا کمک کردی، دمت گرم گفتن ما رو خوشحال میکنه، ولی پول این وبسایت و پول این سرور و پول این کانکشن و پول این کامپیوترها رو همه رو من باید بدم و از کسانی که تو این شرکت کردن ممنون هستم که شما نشون دادید که واقعا تعداد کسایی که حامیان این اندیشه هستن چند نفره و فکرم نکنم بیشتر از اینم آنچنان بشه، ممکن حالا 3 نفر دیگه هم پیدا بشه. باز دارم توضیح میدم که این برنامه به داده کسایی میخوره که اندیشه بتونن داشته باشن، فکر داشته باشن. خب شما میتونید به این تلویزیون هایی که کارشون اندیشه هست نگاه بکنید، اونم یه مدل دیگه اندیشه به شما میدن، ولی اون اندیشه خودشونو به شما میدن، کاری ندارن که شما اندیشه دارین یا ندارین، اینم یادتون باشه. ما اینجا با کسایی کار داریم که خودشون اندیشمند هستن، میتونن شرکت کنن در فکر کردن. معلومه تعدادمون کمه، معلومه پولمون کمه، معلومه حمایت از این سیستم کمه. 4 نفرم اگه بخوان تو این برنامه خودشونو نشون بدن و شرکت بکنن و حمایت بکنن، از طرف گروه گله های بسیار زیادی که اتفاقا مردان بسیار زیادی هم در اون گله در حال دویدن و گرت و خاک کردن هستن، له میشن فوری، اذیت میشن، ناراحت میشن، میگن ول کن آقا ما نخواستیم، بیا آقا من 1000 دلار واسط مینویسم ولی تبلیغات بردار. از ایران ما تبلیغات گرفتیم، یه نفر رفت اونجا باهاش داد و فریاد و دعوا، یا آقا پول بهت دادم 20 چه بدم 2-3 هزار دلار داده بود، اون پول نوش جانت، هدیه من به تو، گفتم آقا پس من، گفتم نه، گفت نه، ولی آقا من نمیخوام دیگه تبلیغ بکنم. این داستان ما هستش. میخوام فکر کنی و بفهمی که داستان شوی پرچونه چیه، ضمن اینکه ممکنه توش به نظرین بیاد که حالا ما داریم یا خود سر به سر دخترها میذاریم یا نه. امروز میخوایم ماشین حساب رو در بیاریم و قیمت زن رو در کشورها و جاهای مختلف، هر جایی که ما شنونده داریم و شما دارید ما رو میشنوید، فقط میتونید با یه تلفن، یه تکست به اسکایپ یا یه تکست به تلفن ما 310-896-7524 بگین قیمت ها چنده. و دوستان صحبت کردیم که برای چی ما میخوایم این دیتیل رو بریم امروز. امروز میخوایم اختصاص بدیم به این قضیه که قیمت زن چنده هر جایی که شما هستید. بخاطر که ما میدونیم زن پولیه، ما میدونیم که شما پول داشته باشی زن داشته باشی، پول نداشته باشی خونه نداشته باشی نمیتونی زن داشته باشی، حتی نمیتونی دوست دختر داشته باشی، دختر ببینه داری تو خونه مامان زندگی میکنی یا با یه رومیت هستین که مثلا 3 نفری توی 2 خوابه دارین زندگی میکنی یا 2 نفری یا 4 نفری، 4 تا دانشجو هستید یا توی 2 تا خوابه دارین زندگی میکنی، همچین پشیزی بار تو نمیکنه. حالا ممکنه یه دفعه خیلی هورنی باشه یه سری به اتاق تو بزنه اگه رومیتت نبود، ولی این برای تو نه ریلیشنشیپ میشه،
نه با دختر به درد بخوره، کج و کلفت فراوون حاضره بگه من برام اصلا پول مهم نیسته. کج و کلفت زیاد هست که میتونه این همون کج و کلفت وقتی به یه کج و کلفت دیگه میرسه واسهش بازم واسهش برای اون قیمت داره، خرج داره. خب به خاطر همین اینا زوایای قضیه است، چیزایی است که باید همیشه کاور بشه. این به این معنی است که هر مردی حد جایی میخواد به هر نفعی دستش به زنی برسه با پول بده، کما بیش اینطوری به طور کلی. خب شما باید پول داشته باشی و پول خرج بکنی، و چون ثابت شد که و بارها حاضریم در این بحث باز شرکت کنیم که چجوری ثابت شد و چجوری ثابت میکنیم با هر کسی که توان، جرأت، در خودش توقع، در خودش انتظار، برای خودش یه اسم شهرتی قائل، فهم میکنه من برم اینجا این قضیه رو حل کنم، قائل هست بیاد ما با این در این تلویزیون لایف جلوی همین دوربین و میکروفون و همین رادیوی پرچونه صحبت میکنیم و دوباره به شما ثابت میکنیم که متاسفانه زن کالا هست و ما مخالف هستیم. خب معلومه چون ما پول بدیم عجیبه ما. حالا که ثابت شده این قضیه و ما این قضیه رو ثابت شده فرض میکنیم، میخوایم شما به ما بگید که در کشورش که شما هستید، در جایی که هستی، قیمت زن چنده؟ چه جورای مختلف شما میتونی زن داشته باشی؟ میتونی، البته یه چیز دیگه هم بگم قبل، باز خیلی باید توضیح بدم، این معنیش این نیستش که زنی که شما قیمتش رو میخوایی به هم بگی زن بدی هست. ممکنه ازدواج کنی به فرمول سنتی، طبق دینتون، طبق آیینتون، طبق مراسم دقیق شرعی که مولا درزش نره و همه بزرگا و فضلای دینی دین شما تایید بکنن که این ازدواج درست و صحیح هستش، بازم پول نداشته باشی نمیتونی این کارو بکنی. خب یه مقدار اخر پول، خب خرجای مراسم و اینور اونور هست، ولی نه اون خرجا رو مگه یه نفر دیگه به شما هدیه بده، بازم خودت پول نداشته باشی که ادامه بدی، بازم زنه نمیاد. چون نهایتا از هر مذهب و هر ملت و هر فرهنگ و هر جایی باشی زنه میخواد ببینه در ازای این خوشگلیش، در ازای این جوونی که در اختیار تو میذاره چی میتونه بگیره. این چیزی که میتونه بگیره همیشه ارزش مادی داره. زنها دنبال این که ارزش معنوی بگیرن با هیچ مردی نمیان زندگی کنن که من از این ارزش معنوی دریافت میکنم. میگن که عشق نون و آب نمیشه. اینم برای مرد فرق نمیکنه، بخاطر اینکه مرد خودش کار میکنه و اگر نون و آبی داره میخوره، اگه نداره کار میکنه. عشقی که مرد به زن داره عشقی است که از سمت مرد به زن داده میشه، زن رو برای وجود خودش میخواد، حالا یا برای سینه‌اش میخواد، یا برای چشمش میخواد، یا برای قدش میخواد، یا برای جوونیش میخواد، یا برای پوستش میخواد، یا برای باسنش میخواد، یا برای هر چیز دیگه‌ای که میخواد، در وجود اون زن هست که این مرد اون رو برای خودش میخواد. یا که خنده‌اش قشنگه، یا اگه آدم خوش صدای آواز میخونه، یا اگه خانم خوش فکریه میتونن با هم دیگه حرف بزنن، یا اگر هم فکر و هم اندیشه هستن میتونن بشینن با هم دیگه کتاب بخونن، فیلم نگاه کنن، لذت ببرن از همه چیز زندگی با هم. زن رو مرد برای خودش میخواد، که این همه زن ها میگن مردم مردی باید بشین زن من برای خودم بخواد. خب تو رو واسه چیز دیگر نمیخواد، تو ای که من رو واسه چیز دیگه میخوای. ولی عشق طرف من از طرف در واقع عشق زن به این بستگی داره که از طرف اون مرد چه چیزایی به اون میرسه. منظور بدن مرد و سکس مرد و مصاحبت مرد نیست، چون زنها خودشون میگن اگه واسه ما باید خرج کنی چون ما با شما مصاحبت میکنیم. این معنیش اینه که میخواد بگه من پراستیتوت نیستم. میگم خب از چی خرج شوهای پرچونایی که دیدید هم... که چقدر راجع به این قضیه جربت شده و چقدر خندیدین. میگم این مرد برای چی باید برای تو خرج بکنه؟ میگه خب من باهاش مصاحبت میکنم. میگم خب مصاحبت مرد پولی نیست، فقط مصاحبت تو پولیه. این یه نوع سفسطه‌ایه، پیچوندن قضیه است، اینه که من با اون میخوابم باید من پول بده، وگرنه مصاحبت مردم خب اگه مال تو پولیه مال من پولیه دیگه. زن هیچ موقع مرد رو برای خودش نمیخواد، اگرم بخواد برای مدت بسیار کوتاه، جز یه بریک کوتاه دو روزه، سه روزه، یه ماهه، یه گاهی اوقات یه ساعتی از اون هدف اصلیش که رسیدن به یک جایی هستش که بتونه از ریزورس و منابع یه مردی استفاده کنه، بهره مند بشه. موقعی مردی اینو بهش میده که عاشقش بشه، دوستش داشته باشه. بخاطر همین هم هستش که زنه همیشه میخواد چک بکنه که تو عاشق من هستی یا نه. و اگه این ریزورس و منابع نباشه، به عنوان یه فلینگ تابستونی یا یه عشق زودگذر جرقه‌ای
پاییزی یا فلان یک سفر موناکو یا یه سفر حالا موناکو که بماند یا جای ارزون تر یه سفر چه میدونم لاس وگاس دو هفته ای یه سپرینگ بریکی مثلا فرض کن توی فلوریدا یا هر جا، اون یه فلینگه، بعد دوباره بر میگردی ادامه مسیر تو میدی که زندگی رو چجوری بسازی. منظور اینه که کجا فرود بیایی که از ریزورس طرف استفاده کنی. خب مرد زن رو برای خودش میخواد، ولی زن مرد رو برای خود خودش میخواد، یعنی خودش نه مرده. خب دوستان، تا من دارم همجوری ور میزنم، شما سعی کنید قیمت ها رو به من بگید. من میخوام با شما راجع به عدد و رقم صحبت بکنم و ببینیم که زنی که کالا هست و در ازای بودنش با مرد پول باید خرج بشه، این پول اندازش چقدره، در کجاها، اگه هر جایی که شما دارید گوش میدید. من میدونم خیلی ها هستن که سایلنت لیسنر هستن، یعنی شرکت تو برنامه نمی کنن، برامون تکست میدین، هوای برنامه رو داریم، ما ازتون خیلی ممنونیم و خب مسلما نشون میده که شما هستید و همه کسایی که بیننده یه شو هستن که به شو زنگ نمیزنن، اینم چیز پروازهه، ولی میخوام تا اونجا که ممکنه امروز دست به تلفن باشید و بیشتر من روی سکایپ میگیرم. اگر سکایپ دسترسی دارین لطفا روی سکایپ کال کنید، پرچونه اندرسکور شو... نه ببخشید مال یاهوه، پرچونه 11 آیدی سکایپمون هست و به ما بگید که اونجا قیمت زن چنده. داشتم این میگفتم که قیمت یه زن اگر میگیم چنده، مثلا مهریش انقدر در میاد، انقدر باید خونه داشته باشی، انقدر ماشین داشته باشی، اینجوری داشته باشی، چجور دختره ای با چجور ماشین ها و خونه هایی رامیان، چجور هایی نمیان، اینا قیمت ها چنده، یا جایی خیلی قیمت ها زیاده یا کمه، همه اینا رو خوب بدونیم. اینا به این معنا نیستش که اینا آدم های بدی هستن، این طبیعت زنه که در ازای بودنش با مرد یه چیزی میخواد از اون بگیره، این بد نیست. ما نه ببخشید نگفتم بد، یا گفتم بد نیست ولی نباید میگفتم بد نیست. من کسی نیستم که بگم این بده یا خوبه. بذار اینجوری تصحیح کنم که مخاطب فکر نکنید من میخوام ارزش رو کسی بذارم. من اگه میتونستم ارزش رو کسی بذارم اول رو خودم میذاشتم. خب میخوام بدونیم قیمت زن چنده، یعنی شما باید چقدر پول داشته باشید، چه جور دختری به پستت بخوره. یه 19 ساله خوشگل یا 22 ساله خوشگل رو اگر بخوای فرض میکنیم در انسینادای مکزیک که همتون هی سوار کشتی میشین میرین اونجا کروز، انگار دیگه جای دیگه نیست شما برین کروز، سخنرانی گوش بدین در طول کروز، میرین انسینادای مکزیک که اونجا میری، دختر 22 ساله خوشگله مثل دسته گل رو شما میتونی با ماهی $300 اجاره یه خونه و ماهی $300 خرج یه خونه و بقیه چیزا که به $1,000 نمیرسه، اصلا نمیرسه، که اگه سفرهای خودت رو از لس آنجلس به انسینادار هم بهش جمع کنی تازه ممکنه بشه $1,500-$1,600 در ماه، شما میتونی با یه دختری ازدواج کنی و اونجا خونه داشته باشی. حالا یا ازدواج میکنی ارزون تر وسط در میاد یا نه تک تک میری هر دفعه مثلا $25-$20 خرج میکنی، بازم همون دختر در اختیارت هست، ولی خواستی ازدواج هم بکنی، هوکرم نخواستی، پراستوت هم نخواستی، اونجا میتونی ازدواج کنی، خیلی شیک و تمیز بری خونه طرف خواستگاری کنی و ازدواج کنی و با ماهی زیر $1,000 با یه دختر 22 ساله ازدواج کنی. انسینادای مکزیک. همون دختر رو همون عکس کن، کلون کن، کپی کن، ورده بیار بذار تو لس آنجلس، این خرج یه هویی میشه $4,000، $5,000، $6,000، $10,000، تازه اگه بهت محل بده، تازه اگر میونه 1000 تا جاست فرند دیگه واسه تو وقتی داشته باشه و میره بالا و میره بالاتر. خب لوکالیتی زن کالاست، همونجوری که گفتیم شما یه جایی که این میکروفونه که میبینی تولید میشه وقتی میخوای بخریش، خب معلومه ارزون تره، تا یه جایی که این صادر میشه میره اونجا، گمرک میخوره، این میخوره، اون میخوره، 1001 دردسر داره، قاچاق اینه اونه، یه جایی که چیزی فراوونه ارزون تره. میخوام شما گزارش بدید، الان من در خدمتتون هستم، میتونید با ما تماس بگیرید 310-896-7524، منتظریم که اگر رو تلفن تماس بگیرید لایو یا این ریر، اگر میخواین رو اسکایپ با ما تماس بگیرید باز الان در خدمتتون هستیم، اسکایپمون از پرچونه 11، با ما تماس بگیرید و به ما بگید که آقا اونجایی که شما هستید یا خبرایی که از هر جا دارین قیمت زن چنده و let's talk about it baby.
آقای حامی بفرما با بهروز روشوی پرچونه هستی. سلام عمو، شبتون بخیر. مخلصم. آقای آلن هم روحت با ما. دوستان با ما هستین، بفرمایید ببینم. آقای حامی بگو ببینم چه خبر. خب از موکش شروع کنیم قیمتشو. شما هر چی شما هم بگو، جورای مختلف زن تو شهر شما. اول از کجا؟ از مالزی کوالالامپور. از مالزی کوالالامپور، خیلی خوب. خب زن ازدواجی اونی که میره ازدواج میکنه یا هوکره رو بگم خدمتتون؟ اگه بخوام از هوکره شروع کنم، از هر جا دلت میخواد. هوکره اینجا از $30 شروع میشه تا میره بالا دیگه، ملیتش فرق بکنه بشه ازبک روس بشه قیمتش. توضیح بده مثلا اون $30 چه خصوصیه؟ چه بعد کلان چنانی نداره، معمولیه، چاینیزن دیگه. جا هم از خودشون اسپا به اصطلاح اسپا و جا هم از خودشون و یه راندو تقریبا هم 45 دقیقه است. میشه $30 حالا $40 بشه. اگه بخواد مثلا بیاره طرف میشه اون $30 $40 میشه $100. رو البته هموطنای عزیز غیورمون هم فعالن اینجا، یه $30-$40 نفر هستن، یه گروه دارن که اونا دیگه ریتشون از $200 شروع میشه دیگه. تو مالزی جنسی که $30 میتونی لوکال بگیری، ایرانی ها $200 میگیرن. میگن ما $200 میگیریم، بالاترش هم همون $200. آره دیگه میگوشن $200، حالا مخشون رو بزنی شاید بشون $200 $180، ولی کمتر از اون نمیشه. اونا هم فعالن، ازبک ها هستن، روس ها هستن. اونا هم ازبک و روس هم توی مالزی هست. قیمت چنده؟ برابری میکنه. حالا یه موقع مثلا یه خورده خیلی تاپ تر، البته اونا هم ایرانی هم که میگن دیگه، اون حداقلیشونه ولی خوبن. از انصاف پس ایرانی ها از 3 برابر قیمت 4 برابر قیمت به بالا تازه شروع میکنن به چارج کردن. مثلا رینگتیشو بخوام بگم، مثلا اون 150 تا اون چاینیزه اون از 800 رینگت شروع میشه. خب این برای مشتری ایرانیه یا برای همه؟ ایرانیه. برای ایرانی مثلا میگه $200. آف کورس. خب همه که نمیان اون جنس رو بیشتر بخرن. من هنوزم دارن حساب میکنن روی که مرد ایرانی واسه من بیشتر پول میده از اون دختر مالزی. آره، پول که بیشتر میده، حالا عرب به پستش بخوره، بستگی به سن و سالش داره دیگه. حالا ما به خاطر شغلمون خودمون که استخدامشون نمی کنیم، ولی یه جورایی خب مجبوریم که باز اینا هم در ارتباط با اینا هم باشیم چون به کارمون میان. ولی خب اصطلاح از این قیمت شروع میشه و از عربای سمبالا بیشتر هم میگیرن. حتی یه دختر ایرانی که اصلا هیچی نداشت و اصلا هیچ رقم سکسی نبود، من جلوی چشم شبی $1000 از یه ایرانی کم دیدم. شبی $1000 1000. وقت اون ایرانیه مگه تو مارکت نبود که قیمت دستش باشه؟ نه، این توی علنی تو مارکت نبودش. این مثلا کار میکرد ولی یه ایرانی هم خورد به پستشو، خلاص حسابی دوشیدش دیگه. یه 3 شب باش خوابید و بعد یه برنامه براش درست کرد، ازش یه $3000 پول گرفت. این تو مایه این که مثلا من احتیاج دارم و اینا، یا رسما تو مایه این که آقا قیمت اینه باید تو پول بدی؟ من احتیاج دارم و این اینجوری بدبختم اونجوری بدبختم، اونم وضع مالش خوب بود و دادیم پولو بهشون. خب بله، البته اون حالت استثنا در واقع کلکی. آره یه خوردم بیار رو مسئله دار کرد، زنگ زد به خانواده‌اش، خود دردسر واسه شون و ترس آبروش این پولو داد. رفت زیر کنده یارو، طرف هم از زیر ترس آبروش این کاری. مثلا با ایشون یه 2-3 روز باشه این ورم ورم بهش نشون بده، رابطه رو نشون بده و رفت باش خوابید و شماره خونه رو برداشت و زنگ زد ایران و خانواده یارو طرف هم زنگ زد و از زندگی من بکش بیرون، چی میخوای؟ نگوی 3000 تا بفرست و برو دنبال کارت. بدبخت هم پی‌آف کرد و خب آبروش رو خرید دیگه. خب بله ادامه بده دیگه. چه آقای آلن هم رو خطه. سلام، صدا من خوبه؟ بله بله آقای آلن، خوش اومدید. سلام میام خدمت شما. اول بسم الله الرحمن الرحیم خدمت عامی گل، بعدش هم که اولا که ایام محرم و تسلیت میگم به همه کسایی که دینشون اینه، واقعا دیوونه کرده عشق حسین منو حداقل. حالا بحث برنامه نیست، وارد بحثیم. چه بحثی هم میخوایم بکنیم؟ آقا قرض از این که قیمت، چه تاپیکی گذاشتی به روز؟ چه تاپیکی گذاشتی؟ یعنی مغزت به واقع قیمت رو میخواییم بدونیم دیگه. به روز تو 30 سال دیگه میخوایی ادامه بدی فکر کنم.
من تا منو نکشن وایسادم میشه. من نمیدونم این مخ... ببین یه چیزی بهت بگم، من قیمتو الان شخمش میزنم واسات، فقط قبلش اینو در مورد خود بگم. ببین چرا انقدر برنامه دیگه نوعی همین ببین چرا انقدر برنامه خود جذابه. این همه ما شوی تو این تلویزیونای دری پیته لس آنجلس، این چرا تو هنوز نمیتونی صدای تو رو قطع کنی؟ این همه شوی تو جذابه. چرا؟ چون تو اجرا خودتی. ببین نقش بازی نمیکنی. ببین طرف میاد با کت شلوار بزک و دوزک سلام علیکم ما اومدیم خیلی متشکر فهمید. تو خودتی، میدونی این کلیشه نیست. وقتی یه چیزی حالت کلیشه در بیاد این همیشه نوعه. بعد حالا یه آدمی مثل تو پرمغز باشه همیشه حرف داره واسه گفتن. این از این حال نمیخوام یه اوپن مایک الان قشنگ بازش میکنم. خیلی ممنونم از تو. حالا بس قیمت. مرسی. آقا من خیلی من یه تقویده دوید. اولا که آقا یه گل مالزی رو خیلی من مالزی واسه خودم هم سوال بود که چقدرم خوبه که رفیقم میاد و میگه دمش گرم. حالا به جای دیگر رو من بگم، من خودم یه 15 کشور تقریبا در بین از ایران شروع کنم. بذار صبر کن پس بذار من با آقای باش. حامد صحبت کنم ببینیم حامد مثل که به انز شما مثل که اطلاعات باش. نداره چرا الاته ایشون هم کارش درست من در خدمت هم چشم من منتظرم باش بذار پس چشم. چشم. میکروفون تو میوت کن لطفا بله. آقای حامی هستی؟ آقا جوری که صحبت کردیم شما راجع به هوکر گفتی، حالا اگه فرض کن شما یه دوست دختر بخوای داشته باشی، دوست دختری که سرش تنش بیارزه، شما با این دختر بخوای بگردی و این ور و ور بری، بالاخره باید خرج کنی، خرج نخوای بکنی که محل به تو شما نمیذاره. خب این خرجا حدودا رو دلار چقدر در میاد تو ماه؟ دلاری حد اقلش 1000 دلاره، حد اقلش، یعنی بخوای خیلی حواست باشه 1000 دلار زرنگ باشی که پول رو سیوش کنی، حداقل 1000 دلار یه دختر خوبی که بخوای دیگه روت بشه چهار تا جایینو ببریش بگی که مثلا حالا من با این هستنه که بگی حالا دوست دخترمه، ولی چهار تا جا نشونش بدی حداقل 1000 دلار هزینه شه بخواد باش بمونی دیگه رفاقت کنی. از قبل هدیه و هدیه که به کنار، حالا بیرون یه رستورانش باشه، میخواد دیگه سینما میخواد بره اینور بره اونور بره اینو بخوره این ایونته اونجا فلانی ایونت گذاشته نری زندگیت به قول خودت خوشحال نباشه جهنمه، یا میره یا اینکه خب باید پوله رو بدی دیگه بالاخره هر چقدر هم که زرنگ بشی. این خرجا حدودا برای یه آدم معمولی، دختر معمولی، دختر درجه یک رو نمیگم، یه دختر معمولی قابل توجه میشه حدود 1000 دلار. معمولی میشه 1000 دلار. حالا اگه ولی نه معمولی باشه کمتر هم میشه کرد، میشه 500 دلار هم میشه، ولی من مثلا دختر معمولی رو به بالا رو گفتم، معمولی باشه 500 دلار حداقلش، یعنی خیلی حواست باشه 500 دلار. یه دونه دیت بری که با طرفی که معلومه که چیزی گیرت میاد، الکی نه، با طرفی که معلومه چیزی گیرت میاد و اومده قبلا، یه دیت بری مثلا چقدر در میاد خرجش؟ 30 دلار 20 دلار 20 بین 20 تا 30 دلار. 30 دلار برای مالزی؟ خب مالزی توی کشورهای دور و بر خودش، تو تایلند و کامبوج و لاوس و اندونزی و اینا، حالا سنگاپور که بحثش جداه، مالزی کشور از لحاظ فرهنگی و اجتماعیش چی کشور چیپیه ولی گرونه، خرج پولیش گرونه، ولی همینو مثلا شما اگه تو تایلند باشی که خیلی کمتر از اینا، حتی کامبوج تو مرز بین تایلند و کامبوج یه بارم برای خودمون اتفاق افتاد، اومدیم بریم نشد چون به ایرانی ویزا نمیدادن به پاسپورت ایرانی، دوستامون بودن از جی میخواستی بری اونجا موزه های تاریخ فرهنگی و طبیعی کامبوج نگاه کنی، جنبای تاریخشو ببینیم. بله صدها، رودخانه ها، در کجا بود که کتاب های اولیه در کامبوج نوشته شده؟ البته قدمتشون خیلی کم بود، بین 15 تا 16 بودن و همه آندر ایج بودن، ما نتونستیم بریم، موندیم این ور مرز تایلند، دوستامون که از یوکی اومده بودن رفتن، ما گفتیم چه هرسی خوردی، اونا اون ور خط بودن تو نتونستی بری اونجا. آره دلم میسوزه و دردت رو درک میکنم. گشتیم همونجا تو اون شهر مرزی که موندیم، مجبور شدیم یه شب بمونیم که دیگه گفتیم استراتی هم بکنیم، زمینی رفته بودیم، رفتیم گشتیم یکی رو پیدا کردیم گفت بیا من اینجا سراغ دارم و چند چه جوریه، رفتیم هم 15 16 ساله قیمتا 7 دلار 8 دلار 10 دلار، اصلا باورمون نمیشد، اول فکر کردیم کلکه ولی دیدیم نه واقعا همین قیمته. این کجا بوده؟ بین مرز تایلند و کامبوج، یعنی پشت مرز که ما بودیم، دوستامون رفتن ما این بر موندیم، اونا
شما تازه اونجا موندین و به اون هدفتون نرسیدین، 7 دلار 8 دلار دیگه اون آسشو که انتخاب می‌کردی دیگه، 17 سالش بود، هم زیر 20 سال بودن همه، اون آسش 10 دلار بود که چقدرم خوش گذشت همه دوستان خالی به طلبه، انشالله که قبول باشه. عرشبت که پس شما می‌خواستی بری تایلند، اون وقت اونجا چه جوری بود؟ نه از تایلند می‌خواستیم بریم کامبوج، ما می‌خواستیم بریم کامبودیا به اصطلاح، اسمش میشه کامبودیا که فارسیش و کامبود. چی کار داشتین شما؟ چقدر احمقانه است من بپرسم، ولی میپرسم. بریم ببینیم اونجا چه جوریه، بچه های اونا چه جوریان. البته حالا قبلا هم رفته بودیم ولی سنمون به این چیزا نمیخورد که بخوایم کاری بکنیم، بچه بودیم. ولی خب این سری هم بعد وقت این افرادی که سنشون زیر 18 هست اونجا سن قانونی محسوب میشن یا اونجا هم خلافه؟ خلافه، ولی خلافی که کاری نداره کسی، اینه اینکه مثلا میگن که سیگار کشیدن توی این مال ممنوع، اگه شما هم سیگار دستت باشه جریمه نمیکنه، میگن بفرمو بیرون، یه همچین حالتی داره. یعنی بهمیس یعنی ساده زیر سیبیلی ردش میکنه، یعنی با پولای نوشیدنی یه دلاری پلیس روشو میکنه اونورو خداحافظ. البته نمیم کسی هم کاری نداشت، اینا رو توی حالت یه خونه متروکه نشونده بودن و ما اولش فکر کردیم که مثلا خفتی یا همچین چیزی هم که به خودمون همراهمون نبرد، ولی رفتیم دیدیم که نه، اینجا بچه‌ها نشستن و میگه هر کدوم می‌خواین مهد کودک 20 تا نشستن و هر کدوم دوست داری انتخاب کن برده ببر با خودت، کاری هم نداشی کجا می‌بری. عجب سو عجب کنور میره ما رو باز کردیم. بعد اینا البته خب میدونیم که خیلی اونجا سکس ترافیکینگ، هیومن ترافیکینگ، همه اینا داستانش مفصله اونجا. من سوال از اینه که وقتی رفتین اونجا و اینا رو با این قیمت ها و این ترتیب بود، برخورد مردم چجور؟ مردم راحت شما رو میپذیرفتن به عنوان توریست اونجا یا اینکه باید با احتیاط میرفتی که بالای سر نه؟ خطر نداشت، خودشون ایجنت داشتن دیگه به اصطلاح، طرف اونی که مثلا تو حالا یه تو شهر کوچیکی یه میدونه معمولی بود و اونجا بودن که ما پرسیدیم که به زبان فارسی خودمون بودیم لیدی کجاست و اینا، اونم که انگلیسیشون زیاد خوب نیست گفتش که دنبال من بیاین با ماشینتون، با موتور رفت و خیلی راحت گفتش که این ایجنتش، منم آوردم اینجا، یه پولی خودش گرفت یه پول خیلی کم و گفت با اینم ایجنتم دیل کنین هر کدوم 25 سنت مثلا، آره گفتش که خب با این دیل کنین و هر کدوم میخواین انتخاب کن همینجا پولشو بده ورد و ببرو، اینکه حالا مثل مالزی کسی رو بفرسته دنبال یارو بیاد پایین خونه وایس، خب اینجوری پیش میاد دیگه، مثلا کسی که برمی داره دختره بکشش هم میاد پایین وایس دیگه، چهره نورانی شما رو دیدن همینجوری اعتماد از سرتون میباره دیگه، اومدن پول مثلا بلای سر یارو بیارن یا مثلا بخوام پول ندن و اینا، درسته برای اونا پول قابل توجه بود ولی خب برای من بقیه مردم، حالا نه فقط ماها، اروپایی و همه جا بودن دیگه، امریکایی همه. خب پس شما فعلا راجب سنگاپور به ما گفتی و راجب مالزی گفتی و کامبوج و تایلند. البته دیگه چه گردش های علمی کردی شما؟ گردش های علمی هم دیگه من تو همین هلوش همین کشور رو بودم، حالا کشور دیگه هم بودم، ژاپن هم بودم که اونجا خب دیگه ریت خیلی بالاتر از اینا بود، حداقلش از 10,000 ین شروع می شد، هلوش 100 دلار موقع مثلا 100 دلار 11 تا 11,400 چنج میشد، اونجا هم 100 دلار بود، برزیلیا بودن تو مارکت. خب توضیح بده اون آدمی که 100 دلار شما واسش میدادی چه جوری بود؟ 100 دلاریه خوب بود، از همه لحاظ اوکی بود، حالا بالاتر از اونم بودش 20 تا 30 تا، ولی خب اون دیگه به اصطلاح تاپ تاپش بود، ولی اون 10 تایی هم قابل قبول اونجوری نبودش که ای بی نمیشد روش بذاری ازش ایرادی بگیری. ببخشی گفتی 100 تا یا گفتی 10 تا؟ به دلار داری صحبت میکنی؟ 100 دلار همونی که مثلا 100 دلار میگرفت توی توکیو، توی ناگویا، توی یه خیابون هستن داشتن، اینا خیابون شیراکاوا دوور وای میستادن، همه هم میرفتن اونجا با ماشین انتخاب میکردن اصلا علنی دیگه. اونجا هم دور دور خودشون دارن دیگه، به اصطلاح جای خودشون دارن. هر جایی بری یه دور دور هست و یه قیمتی وجود داره،
بحث شوی پرچونه امشب اینه که شما هر جایی هر شهری کشوری بری یه جایی داره که میرن دور دور و این قیمت داره. ما میخوام به شما متوجه باشید که قیمت زن در هر جایی چنده و بیخودی میلیون ها دلار و هزاران دلار و صدها هزاران دلار و زندگی و خون و خونه و ماشین و جون و آبرو و شغل و سرمایه و پسنداز و ایناتون رو ندین. قیمت ها داره بازی میکنه از 7 دلار دیگه تاپ ناچش داره میزنه 100 110 120. درسته؟ یه موقعیت جغرافیایی داره دیگه، اونجا میری تو کامبوج میزنی 7 دلار 10 دلار، میای میری مثلا توی کشور گرون این سنگاپور 150 دلار همون هم داره میده، هیچ فرقی نمیکنه. البته به نظر من اونی که تو کامبوج یا تو کشور چیپ توی تایلند مالزی تو آسیا خیلی بهتر و تازه تر و کم سن و سالتر بی درد سرتره، تا اینکه حالا بره توی کشور لولش بره بالاتر، قیمت بره بالاتر، خب اونم کارکرد و مایلج اون ترسه تو هم بیشتر میشه، دخترش هم همونطوره. حالا اونی هم که مثلا پرستیتوت نیست که هست، اونم هیچ فرقی با اون یکی نداره، اونم یه پرستیتوت اینه، اون یکی فقط ویترینش فرق میکنه، تابلوش فرق میکنه که من دوست دخترم همونجوری داره میکنه دیگه، دوستامونو میبینیم اینجا دیگه، گوشی میده، ماشین میده، خونه میگیره. شما میخوای بفهمی که کی سکسش در ازای پول نیست، شما پول قطع کن، اگه سکسه بازم بود میفهمی که این سکس در ازای پول نبوده. یعنی دو شاخه این فازونه، یکیش قطع بشه کلا سیستم از کار میفته، پول قطع بشه سکس هم از کار میفته. آفرین. همین اگه بچه ها بفهمن میدونن که داستان چیه دیگه، گول چرت و پرتای این که نمیدونم زندگی و آینده و اینا رو نمیخورن. پول رو قطع میکنی، بفهم طرف اگه موند یا آدمی با تو دوسته، دوستی هم خیلی چیز با ارزشیه، ارزشمنده و آدم برای دوستی و احساس خوبی که در دوستی میگیره بسیار بسیار میتونه ارزش قائل باشه. ولی وقتی دارن یه چیز دیگر رو به نام دوستی بهت به 10 برابر قیمت میفروشن، اونجاست که باید حواست جمع بشه. خب آقای حامی بازم مطلب داری؟ حالا اگه سوالی چیزی بود باز در خدمتتون هستم، دوست دارم دوستان خب صحبت لطف بکن، به خاطر که خطامون قاطی نشه میکروفونتو میوت کن. بله میکروفونتو میوت کن و هر موقع خواستی دوباره بپر بیا وسط. اوکی من میوت کردم. هستیم. آقای علن هم الان داره خوش گرم میکنه میخواد بیاد بپره وسط و داستان ادامه بده. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. بفرما به سبک موز آقای مهدی رو هم بگیرم. آقای مهدی شوی پرچونه هستی با حامی و علن. بگیر میخواد دیگه با حامی صحبت کن، من هستم. آقای مهدی صدای من داری؟ بله داداش بفرما، برنامه رو میدونی داستان چیه؟ سلام وقتتون بخیر. والا من دسترسی به رادیو نداشتم و به خاطر که هفته پیش هم خواستم باهاتون تماس بگیرم راجع به مسئله باهاتون صحبت کنم، ولی متاسفانه برنامه تموم شده بود و وقت نشد. حالا امروز جریان برنامه چیه؟ بحث برنامه‌تون چیه امروز؟ ما داریم میپرسیم از دوستان که سر تا سر دنیا هر جا برنامه گوش بدن قیمت زن در اونجا چنده، چه دختر چه هوکر چه ازدواج چه مهریه چه خرج، به هر نحوی قیمت زن چنده. قیمت زن همون به روز یه چیز مشخصی نداره، میدونید همون جوری که قبلا هم خودتون اشاره کردین توی برای قیمت گذاری روزن، حالا بحث این که زن خودش میخواد کالا باشه بماند که تو طول تاریخ با کارهایی که کرده خودش اینو خواسته، منتها یه مسئله کسی اینه که هرچی زیباییش بیشتر باشه خب طبیعتا قیمتش هم بیشتره. و با توجه به خب یه مثال به من میتونه. اول از کجا شما؟ من از ایران بوشهر. اندر بوشهر. از بوشهر. اینه که خب طبیعتا میگم هرچی زیبایی بیشتر باشه قیمت هم بالاتره، و با توجه به اینکه مثلا سطح منطقه که اونا دارن زندگی میکنن سطح مالی اون مردم چقدر باشه طبیعتا خب قیمتش هم میره بالا. شما اگه یه دختر خوشگلی همینجا تو مثلا جنوب کشور توی محله خیلی گرون قیمت پیدا کنیم بریم برای خواستگاری 100% باباش مهریه سنگین میبنده. همون دختر رو ببرین توی محله جنوب شهر تهران مهریهش میاد پایین. خب این نشون میده که یعنی تیپ قیافش همینجوری باشه. خب سطح لول زندگی یه نفر سطح مالیش خیلی تأثیر میذاره رو تیپ قیافه رو قیمتی که برای اون زن پرداخت میکنه و این چیزی که همیشه بوده. خب الان شما به ما حدودا یک
عددی میتونی به ما بگی که فرض کن تو شهری که شما هستی شما چقدر وسط خرج برمیداره که بتونی یه دوست دختر خوشگل؟ خب یه دوست دختر خوشگل الان بخوای بگیریم، زن بگیری، حالا کلا اون ریلیشنشیپ و هوکر و اینا که جاش کنار، ولی اگه بخوای ازدواج کنی حداقل باید 500 تا نیم سکه مهریه بدی، یه دختر معمولی بگیری. یه نمونهش یکی هم هستش که چند تا دوستای ما اصلا ازدواج کردن رو همین رنج بوده قیمتشون، تازه دختره همچین زیاد خوشگل هم نبوده، ولی اگه خیلی طرف بخواد چیز باشه، لولش بالا باشه، لحاظ قیافه، حالا تحصیلات و اینا هم داشته باشه، هی میاد رو قیمت. هوکر و اینا هم که دیگه الان از 200 هزار تومان شروع میشه میره رو بالا. تو هره. بوشهر هوکر هست 200 هزار تومان هم میشه 60 یار. یا آبروز نه به، ولی دیوانه است هر که بخواه یه ریال میگه دار یه ریال بده بالا اینا هم در بوشهر. بعد وقت چجوری دلیور میشن این هوکرها، چجوری میان تو مارکت و چجوری به دست شما میرسن؟ تایم خاصی هستش برای که بخوای هوکر پیدا کنیم. یه سری محله های مخصوص هستش جلوی یه سری مکان، بعد بریم اونجا توی ساعت های مثلا بین ساعت 11 تا 12، بعد مشخص هستن، طرف خودش نشون میده که من این کارمو ولش باش میتونی سر قیمت چونه بزنی. بعد یعنی کنار خیابون وای میسن. بعدم میشه تازه کار دیگه هم کنی، کسایی هستن که اینا رو جابجا میکنن، پول میگیرن و اینا، شماره اون هم داشته باشی برای ردیف میکنن دیگه، فقط کافیه با یه تلفن در و منزل تحویل بگی. در و منزل تحویل بگی. خب پس این وقت این حدود هم میشه یک ساعت مثلا حدود 200 هزار دلار تومان 60 دلار یه ساعت. خب آقای جک شما میگفتی که مثل این که خیلی گرونه در ایران. اول سلام میگم آقا مهتی گل. سلام آقا داداش، نوکرم داداش. آقا تو بوشهر حالا این رفیقمون، حالا ماشاءالله قیافش هم میبینیم خوب و اوکیه، ولی بوشهر وقتی بوشهر 200 تومنه دیگه تهران شروع کنم یعنی نفس بگیرم شروع کنم یا نه؟ نفس بگیرم اونت رزشون آره قیمت بال درست میگه. ببین آقا مهتی تازه به نظر من شاید بالاتر هم باشه، توی آسه پیدا کنی حالا مثلا 200 وقتی نرمالش بشه شاید مثلا رو 300-400 هم بشه. ببین اصلا خیلی گفتم بیا بفرم اونو دارم. من بهت گفتم آقا قیمت ببین ایران، گفتم یه برنامه بذار من خودم کامل میام دو ساعت. ببین ایران بهشت زنان، من خودم با اوکر صحبت کردم، 3-4 تا اوکر بود با رفیقم همین دوردورم یه اندرز رفتیم، گفتیم آقا اینا چجوریه قضیه، شما چرا چه نمیری تایلند فلان؟ گفت مگه ما دیوونه ایم بریم تایلند؟ گفتم چرا؟ گفت بهتر اینجا واسه درآمد ما اینجاست. گفتم نه بابا، اون موقع ما بچه بودیم. بله. گفت بهتر اینجا واسه درآمد ما اینجاست. گفتم یعنی شما اینجا اینقدر، خب به حال محدودیت سخته فلان. گفت نه اینجا خیلی با ببین وقتی بازار خاکستری شد، ببین تو مارکتینگ خب وقتی بازار اوکی باشه قیمت معلومه، وقتی همین چیز قدغن باشه درست قیمت معلومه، وقتی حالت بین ایناست بازار خاکستریه شما نمیتونی قیمت خوب اصولی رو در بیاری. آفرین قیمت وقتی گیجه شما بیس و وقتی تو بوشهر بذارید 200 تومن تو تهران از 200 تا 1 میلیون. حالا این چیزی که چیزی که می‌خواستم بهت بگم اینه، وقتی این سوالا هر کی از رفقا از هر جای زنگ می‌زنن میگن، باید دو تا نکته دیگه هم بگن. یک، همون چیزی که خودت بیشتر از من بهش اشاره کردی، قیمت دیتون تو محله است، تو محدوده است. دو، متوسط درآمد جامعه است، یعنی مثلا یه نرمال مثلا تو تهران متوسط درآمد 700-800 تومان، شاید یکی 10 تومان هم در بیاره ولی یکم از 300 تومان حقوقشه. یه میانگینی باید بگیری ببینی متوسط درآمد جامعه چقده. خب بعد اون عدد چیز رو با این دوتا مقایسه کنی، عدد قیمت هوکر رو یکی با قیمت دیت اونجا مقایسه کنی با قیمت متوسط درآمد جامعه. خب شما الان تو تهران در نظر بگیر از 200 شروع میشه تا 1 میلیون، ما میگیم 200 اصلا اوکی، اصلا کم کف کف که من به نظر من بالاتره. حالا کف کف الان بچه ها نگن، اون رفیقمون یادته چهار تا برنامه پیش میگه آقا ما تو با 30000 تومان تو تهران، دوست عزیز کاش که الان بودی اینا رو میشنیدی، رفیقم داداشو گفتم مهدیه از بوشهر زنگ زده میگه 200000 تومان.
حالا من تهران هم میگم 200 که بیشتره، 2300 تومن پولش. اون حقوق یه مهندس اونجا ما 800 900 تومنه، یعنی یک سوم حقوقش رو طرف باید پول بده واسه هوکر اگه بخواد. وای واسه یه ساعت. یه ساعت. آره ببین شب تا صبح که یه تومنه. اینا همه یه ساعتی ها بهت بگم ها. یک میلیون تومن، 600 تومن، 500 700 تومن، یعنی کل حقوق یه ماهش بود. بابا پس ایران واقعا بهش دختراست. ایران مرد بیچاره است که داره لگد میزنه. 100 درصد. ببین اون پسر سروش زنگ زده بود یه سری اون زمان، حالا من گوش میدم رادیو، میگه آقا ما اومدیم آمریکا سخته فلان نمیتونیم، الان باشی بیا اینجا تا بهت بگم چند چنده. الان خیلی بدتر. ببین الان یعنی بهت بگم واقعا دارن سواری میکشن. حالا هرچی بگذری بیشتر به حرف من میرسی. ببین حالا دونه دونه رفقا زنگ میزنن میگن دیگه شما یعنی یک سوم حقوق تو باید بدی که بخوای با یه اوکر باشی. حالا من بخوای قیمت به عنوان مهندس تازه به عنوان من، حالا بخوای من ببین بحث ازدواجم بخوای بگی که اون خیلی گرونتر تموم میشه، یعنی مثلا نمیخوام بازش کنم، بخوای بازش میکنم اون خیلی بالاتر میره از اینا. خب میخوام اونجا هم بریم. اوکی. الان خب جای مختلفه. شروع میکنیم اوکی. بالا پرایز. حالا جای مختلف. آقا شما اولا که گفتم هر کی زنگ میزنه هم قیمت دیتینگ هوکر رو بگه، هم قیمت دیه دیت رو بگه اونجا، و هم متوسط درآمد رو بده. ما باید قیمت هوکر رو با متوسط درآمد بسنجیم. همینجوری نمیتونیم بسنجیم. شما تو دانمارک حساب میکنی از 150 دلار داره تا 200. از 150 دلار آره دو یورو نیست دلار. دلار داره تا 200 دلار. خب ولی این مهمه. متوسط درآمد اونجا یه رفتگر 1500 دلار یورو درآمدشه، متوسط درآمد هول هولوش 2000 یوروه، 1700 یوروه. درست. اون وقت شما میشه چه؟ میشه 1/20، میشه 1/15، ولی تو ایران میشه 1/2 یا 1/3. اینه که عدد معنی داریه که به ما میده. متوجه چی میگم؟ شما میری تو نروژ، از نروژ ذره حدش بیشتره، از 10 دلار داره تا 400. حالا چرا از 10 داره؟ اونجا البته دانمارک هم این تا حدودی هست. ببین یه سری اونجا مهاجرای آفریقایی و این رفیوجی ها اینا هستن، اونا تا 10 دلار هم میشه یه جورایی چیز کرد، چون نروژ و دانمارک قدغن نیست. 400 دلار برای خود بومیای اونجاست، یعنی کسایی که چیز هستن، و درآمد تو نروژ از دانمارک هم بیشتر. یعنی بازم شما حساب کنی خیلی بشه، میشه 1/10 یا 1/15 مثلا متوسط درآمدشون. یعنی باز اوضاع خیلی بهتره. اوکی. سوئد حالا یه چیز جالب از اروپا. تو اروپا سوئد و ایسلند و اسلوونی و انگلیس رو شک دارم، نمیدونم انگلیس شک دارم، ولی احتمال زیاد قدغنه و مرد واسش جرمه. میدونی استریپتیست نه، خود صرفا هوکری و کاملش قدغنه. بله یعنی پراستیتوشن. بله پراستیتوشن تو سوئد و ایسلند و اسلوونی قدغنه، منتها نه مثل قدغنی که حالا این آمی گل گفت اون کشوری که مثلا اسمن قدغنه. اونجا وقتی قدغنه واقعا قدغنه. خب یعنی واقعا انجام، چون اون نیازی نیست. ببین تو جامعه احساس نیازی نمیشه، همه این نیاز جنسیشون داره برطرف میشه. متوجه چی میگم؟ بعد توی فنلاند و رومانی هم قدغنه، منتها یه فرقی داره با سوئد و ایسلند و اسلوونی. اونجا از مرد رو جریمه میکنن، یعنی واقعا جرم، میندازن زندان اگه بگیرنت. تو فنلاند و رومانی زن رو جریمه میکنن، میندازن زندان. اوکی. من قیمت های دیگر تیتروار بگم، لهستان هول هوش 40 دلاره، بعد استونی از 30 دلار تا 100 دلار، فنلاند از 70 تا 250 است. خب وقتی میگم از 70 تا 250، 250 اصلا عمرن نمیشه، یعنی مثلا ماوری اونجا 70 80 تا پیدا میکنیم کارم راه میفته. فنلاند اینا که میگید 70 تا 250 دلار برای یه هوکر مثلا نیم ساعت فرق داره؟ نه ببین مثلا 250 میشه شب تا صبح. من حالا اون فایلایی که من حالا از رفیقم، آخه شب تا صبح که حوصله اونو کی داره؟ من نمیفهمم شب تا صبح چیه. بعضی وقتا یه ذره ممکنه هات باشن و بخوان باشن دیگه، میدونی چی میگم؟ شب تا صبح آخه کی حوصله‌اش رو داره؟ حالا من چون فایلایی که حالا این اینور ریسرچ کردم نوشته بود حتی اینم که ممکنه شب تا صبح باشه. حالا تو در مورد آمریکا چیز جالبت بگم، فوق العاده اختلاف قیمت داره جای مختلفش. میدونی دیگه خود من اونو باز نمیکنم چون دیگه خود هستی اونجا. مثلا شما هر چی میای به جنوب آمریکا خیلی قیمت میاد پایین تر دیگه، تا مثلا برید به قسمت های مثل نیویورک و اینا احتمالاً. حتی باز قیمت های دقیقش رو دارم اگه خواستم میتونم بهت بگم. مکزیک 30 دلاره. بله من میدونم شما قیمت های دقیق همه چی داری. مکزیک 30 دلاره. حالا جای ارزون. ببین جای الان ما مثلا ویتنامو داریم 5 دلار کف کفشه. پاکستانو داریم 6 دلار کف کفشه. خب فیلیپینو از 6 دلار داریم ولی 40 دلاریش هم داریم. میدونی چرا؟ چون وقتی شما به عنوان خارجی بری ممکنه 6 دلار گیرت نیاد، یه ذره سخته واسات. باید پول محلی رو خرج کنید تا شما اونا شما رو محلی فرض کنید. معمولا بچه های ایران وقتی میرن اینجور جاها برای به عنوان مثلا سیکس توریست و اینا، توریست و اینا،
اینا میرن برای گردش علمی، اینا معمولا بچه زرنگی هن. همون کف کفش رو پیدا میکنن، ولی خب در کل نرمالش اینطوریه، چون شما وقتی مامان غریبه میری یه ذره قیمت واسه بیشتر تمام میشه تا بخوای راه و چا دستت بیاد. قطر 50 تا 80 دلاره، عرض کنم به خدمتت که رومانی هم 25 تا 35 دلاره. همه اینا رو باورت نمیشه، ریز به ریز، یعنی من نشستم اینا رو وقتی حالا دستور دادی. ایول. آره. حالا به خاطر اینکه آقای مهدی رو هم زیاد نگرش باش. نداریم، بذار ببینیم سوال آقای مهدی چی بود، بعد برمیگردیم دنبال حرف امروز رو میگیریم. بذار میکروفون تو میوت. آقا مهدی بفرما مطلب چی بود خواستی بپرسی. مرسی که وقت دادین. من تا سوالی که دارم در مورد یکی از دوستام، فکر نمی کنم به بحث امروزتون هم زیاد مرتبط باشه، اگر سلام میدونین عنوان کنم. اگر حالا سریع بپرسیم بخاطر که زنگ زدین نمیخوایم خواهش که رد بشه. ببینید من این سری که رفته بودم تهران دیدن یکی از دوستام، این با یه خانومیه با یه آقای به مدت 4 سال زندگی کرده بود. 4 سال خصوصی زندگی مشترک داشتن و 4 سال هم قبل از اون با هم آشنا شده بودن و رفت آمد داشتن. حدودا 8 سال بود که اینا هم دیگر میشناختن و این آقا هم از یه جای شروع کرده بود. زمانی که اینا با هم آشنا شده بودن تقریبا هیچی نداشت، حسابدار معمولی بود توی شرکت و تو این 8 سال کم کم با هم موف کرده بودن و آقا وضعش خوب شده بود. و خب خانومم از اونجایی که از یه خانواده خیلی بزرگ و پولدار بودن، اون چیزایی که داشته بود آورده بود تو زندگی مشترکشون. حالا بعد از گذشت این مدت این خانم رفته پیش مشاور نزدیک 1 میلیون تومان هم پول داده بود و اونها قراره چرند مشاور تحویل داده بود بمانند. بعد این مدت خانم دوست داره که از این آقا یه تعهد بگیره که آقا جون ما این مدت با هم بودیم، دوست دارم اول اینکه هم میخوام این زندگیمون تثبیت بشه، من دیگه نمیتونم به این شکل ادامه بدم، یا بالاخره یه عقد باید باشه، یا حداقل این چیزایی که ما با هم درست کردیم نزدیک 200 میلیون خونه و نمیدونم 100 میلیون ماشین و اینا رو تکلیفشون مشخص بشه، لااقل اگه یه زمانی که خواست بره پی کارش و رابطه زن و مرد بالاخره یه جا باید تموم بشه دیگه. این حالا هر چقدرم درست مهر و امضا و اینا زده باشی، زمانی که آدم نخواد ادامه بده دیگه فایده نداره. واسه همین خاطر میگه اگه یه زمان کار به اونجا کشید تکلیف اینو باید مشخص شده باشه. حالا میخواستم نظر شما رو بدونم، من این کار این خانم عاقلانه است؟ خب این آقا خرج زندگیش هم داره میده، الان شهریه دانشگاهش رو میده، منتها فقط مشکلی که هستش اینه که مثلا زمانی که خانواده این مرد آقا میان خونه، خانوادهش خبر ندارن که با این دختر داره زندگی میکنه، این باید جمع کنه بره بیرون. خب این خیلی حقارت واسه یه نفر، کسی که اگه خونش بندازیش بیرون چون مثلا طرف خانوادهش دارن میان، یا انقدر ارزش نداره که این خانومو به خانوادهش معرفی کنه. میخواستم بدم نظر شما چه، این خانوم الان کار درستی کرده؟ حالا باش صحبت کرده و گفته تکلیفو مشخص کن، گفته من یه 7-8 روز مهلت میخوام که همه چیو در نظر بگیرم بعد به جواب بدم، یعنی حدودا یه هفته دیگه میخوام به جواب بده. میخواستم نظر شما رو بدونم. خب ببین، من واقعا که تو اون رابطه نیستم بدونم کی چی کار کرده، کی چقدر توی به دست آوردن این اموال و خونه و دارایی ها زحمت کشیده، واقعا کی چقدر فداکاری کرده یا حق کی هستش. اون رو بیشتر کسایی میدونن که تو جریان هستن و اینکه میدونن این چیزایی که جمع شده نتیجه کار یه نفر بوده یا که واقعا هر دو نفر با هم کار کردن، زحمت کشیدن، سرمایه گذاری کردن، شاید اون خانم یه پولای آورده و به هر نفعش شراکت داشته در ساختن این خونه و حالا این زندگی به هر نفعی. اون یه چیز دیگه است که اگه خواستن اصلا جدا بشن یا کاغذ بنویسن، یا اصلا جدا هم نشن، اگه کاغذ بنویسن که آقا اینجا خونه زندگی است، اموالی هست متعلق به هر دومونه، یا 30% 70% یا به هر درصدی که هستش، اون رو واقعا من نمیتونم بگم این توقعی درستی داره یا نداره. ولی از لحاظ احترام و شخصیتی که این خانم تو اون خونه داره، منم باشم یه چیزی رو قبول نمیکنم. میگم آقا من یا دوست دختر تو هستم، شب ساعت 11 میام، ساعت 2 میرم، یا بعد از ظهر اگه خونتون کسی نبود میام 2 ساعت پیشت میمونم، یا بریم با هم دیگه بیرون، این یه حرف دیگه است. یه موقع است من دارم با تو توی این خونه زندگی میکنم و با هم دیگه شریک زندگی توی این خونه هستیم. یعنی چه؟ معنیش چیه که پدر مادرتو میخوام بیا من بدم من قایم بشم؟ یا اگه من کسی هستم در زندگی تو، آدم معنیداری هستم، تو رو من معرفی میکنی به پدر مادرت. اگر من آدم معنیداری نیستم که اصلا تو چرا من زندگی تو شراکت به این ترتیب شریک شدی و اصلا چه قصدی داری از اینکه با من میخوای شریک بشی؟ درست.
منم همینو بهش گفتم همون بروز با ترتیب. خب این خانم دوست شماست یا اون آقا دوست شما؟ ما دوستیم با هم، یعنی دورا دور همدیگر میبینیم، اونا میان اینجا ما میرم اونجا با همین. منتها این سری که رفته بودم دیدم به مشکل خوردن، خیلی هم ناراحت، چون خیلی با هم اوکی بودن. منتها دیگه کار به اینجا رسیده بود، من گفتم از نظر شما استفاده کنم ببینم شما چی میگی. ولی خب ببین 100% بفهم، 100% اگر کسی در یه جایی زندگی داره، شراکتی داره، با هم دیگه در خونه هستن، باید هر دوشون احترامشون حفظ بشه و باید هر دوشون شخصیتی داشته باشن تو اون خونه. اون که یه چیز متفاوتیه نسبت به این که حالا اینا داراییشون چقدره، چقدر اموال دارن، اینا رو باید هر دو رو با هم دیگه تو دو تا کیس مختلف بررسی بکنیم. بذار ببینیم آقای جک چی جواب داره براشون. بفرمایید جک. این الان ماشینش رنو داستره. داستر اوکی. اوکی بعد خرج دانشگاه زانه رو میده دختره رو؟ آره. اجاره خونه هم پسره میده؟ اجاره خونه هم پسره میده. آقا ببین سرام بزنم به دیوار. خب حالا ببین بگو با تیپا بندازتش بیرون دختر. ببخشید البته اگه آشنا دارم از من آقا جمال پور، آقا متی جمال پور اسخای میکنم، بگو با تیپا دختره رو بندازه بیرون. میدونی چرا؟ چون خرج دختره داره میده، خرج دانشگاهش هم داره میده، ماشین شاسی بلند هم داره، اصلا تو قیافش هم داغون که میگیم قیافش هم متوسطه. خب یعنی این یه دختر رو با تمام دخترای تهران عوض کرده. من اگه موقعیت این آدمو داشتم هیچ موقع یه نفر رو نمی آوردم که موو کنه بیاد کنار من. این یک. یعنی من موقعیت هر کی رو داشته باشم هیچ موقع یه نفر رو نمیارم موو کنه بیاد کنار من. به جای خود. ولی یه چیزی رو من درست نفهمیده بودم اینجا، اگه دقت کرده باشی من همش درگیر یه سری مسئله فنی بودم، یه چیزی خراب شده بود و من داشتم همینجوری لایو آن دی ایر داشتم فیکسش میکردم. من درست اینو نفهمیدم که این خانوم در شراک در به دست آوردن این خونه و زندگی چه زحمتی کشیده، چه پولی آورده و چی این خانم در واقع کانتریبیوت کرده به این زندگی. نه مثلا از الان ماشین داستر شاسی بلند پسره رو دختر خریده؟ یعنی نه میگم الان رسیدن به این ماشین و وضعشون اوکی شده. آقا من یه سوالی دارم، رسیدن؟ خب اینکه شما میگید رسیدن قبول، خب آره. چقدر پول داده؟ یعنی این دو زنه چیکار رفته کرده که آقا مثلا تونسته اون خونه رو اجارهشو بده و خیلی هنر کرده رفته باشه یه جا ماهی 7-8 هزار کی دارم. کار کرده و نتیجه زحمت کی هستش مثلا؟ نه نه اون خونه ای که الان مثلا توشن 100 میلیون رهنش کردن، از این 100 میلیون 60 میلیونشو این دختره داده. خیلی خوب، پس این یه حساب دیگه. ببین اینا حقایی است که دختره داره، نمیشه که با تیپا بندازی بیرون کسی که حق داره. اجاره خونه رو پسره میده، شما گفتی آره پسره میده که ما متوجه نمیشیم. آره اجاره رو آره، خب اینا رند کردن مون تا دیگه بقیه اجاره است که مثلا ما 400 500 تومانه پسره داره میده. آقا فقط یعنی تنهایت که این خانم کرده، خب اونم ابی بسم الله که از بوشهر بیارتش تهران راه و چاه بلد نبوده. این بروز جان یه اشل کوچیکتری زن مثل زن گرفتن از ایران ها که داری میبینی. ببین تنها هنری که این خانم کرده اولش به بسم الله نصف پول رهن رو داده، خب نه پول ماشین پسره رو داده، نه پول اجاره خونه رو میده، نه پول آب و برق و گاز رو میده. هم در واقع هم حتی این چیزی هم که شما میگی حساب کنی، بار چرخوندن اون خونه زندگی به دوش پسر است که دیگه حالا با وجود اینکه آقای مهدی جمال پور این خانوم هم آره. آشناست، ولی حرف منو تایید میکنی خدایش دیگه. دیگه واقعا دیگه اوکی درسته. خب وقتی هم که درسته پسر مطمئن باش لنگ اون 50 تومن نیست کسی که دادسر داره، میتونه بره یه خونه حالا یه ذره کوچیکتر خودش تنهایی بگیره. من اکیداً توصیه میکنم به پسره، اکیداً تو ببین دو ورژن چون جفتشون رفیقتن، من دو تا نسخه مختلف واسط میپیچم. اگه میخوای به پسره حال بدی، به پسره بگو اینو با تیپا بنداز بیرون، شده برو یه جای کوچیکتر اشغال تو بکن، یک مطمئن باش ضرر نمیکنه. اگه میخوای به دختره نصیحت کنی بگو هر جوری میتونی خودتو چفت کن به این، یا بگو ازدواج کنه، یا اینکه هر جوری میتونه. البته خودش دوزاریش افتاده دیگه، خودشو چفت کنه پسره که دوباره بتونه مثل زالو بمکه دیگه. ولی در این اصلا اتوماتیک طبیعیه، شما با هر زنی یه مقدار ادامه بدی این میخواد بفهمه که از این قضیه چه چیزی باقی میمونه و چی در میاد، چه سکیوریتی میتونه از تو این قضیه در بیاره. این طبیعت کلی خانم هست. اما امروز این دختره اصلا تو این فازه نبوده. میگم سر این قضیه آخری که خانوادش میخواستن بیان تو خونه پسره، پسره گو بیا برو تو ماشین بخواب، شاکی شد و اینا رفت پیش مشاور. مشاوری مثلا خب من اصلا اونو قبول ندارم، من اصلا هم چیزی خوشم نیومد، به خاطر اینکه
اون زن چه تو این خونه احترام پول داره چه نداره، به عنوان یک شخص داره اینجا زندگی میکنه، به عنوان رومیت داره اینجا زندگی میکنه، یا به عنوان عشق اینه، یا رومیتشه، هم اتاقیشه، یا شریکشه، داره اینجا زندگی میکنه با این شخص. نمیتونه این بره به تو ماشین بخوابه چون پدر مادر میاد. اگر این خانم به عنوان دوست بود یا مثلا بودی کال بود یا کژوال بود، گاهی اوقات میام مثلا حالا اتفاقی شما تو خونه من هستی، پدر مادر من اومدن، میگم برو تو کمد قایم شو، شاید از پدر مادرم خجالت میکشن. ولی وقتی یه نفر شخصیت داره و توی خونه داره زندگی میکنه، این واقعا سبک شدن اونه و به نظر من فیر نیست، عادلانه نیست. ولی همچی کاری بکنه ولی تو این تمام این دختره الان از بوشهر اومده، این دختر دختر اون زمانی که تازه اومده بود نیست، اینو به رفیق پسرت بگوی. ثانیا این الان چشم بوش دختر شدن بچه تو یه محل بزرگ شدن، جفتشون هم تهرانه. آها تهران. حالا اینو بهت بگم، خلاصه این دختره الان سر گوشش باز شده، اینجوری بهت بگم. مطمئن باش تو تایمایی هم که این پسر مادرش اینا میانی میره خونه، ببخشید اینجوری میام میره خونه اون یکی دوست پسرش. اولا ببخشید سر گوشش باز شده که گفتی، من اینو این خانم اگه سر گوشش باز نبود چطور از بوشهر تا تهران اومد؟ اصلا بوشهری نیست، اینا جفتش تهرانی هن. بعد آجا من میشناسم این دختره، این مدتی هم که حتی چیز شد میگم از گفتی بره بیرون از خونه، این شبا میاد میره خونه مادرم از زندگی میکنه تهران. نه اصلا تیپش از این دختره نیست، جمع برو من میشناسم، چندین سال میشناسم. این خانم رو میگی در خونه مادرش از زندگی میکنه؟ ببین آخه من یه سیبت بگم آمتی، پسری که دادسر داره امکان اینم داره که خرج دانشگاه یه نفر رو بده و اینقدر دستش به دهنش میرسه تو محیطی مثل تهران، این پسر یعنی اوضاش خوبه. یه دختر واسه این کمه، یه دختر واسه این کمه. و مطمئن باش اگه این دختر اللحاظ جذابیت و اون نمره معروف من بهروز تو اون آیتم تو اون لول این پسر بود، عمرم با این پسر نمیمون. این پسره داره نجابت به خرج میده که با این مونده. و اصلا من آخرین چیزمو بگم، این پسره باید اینو با تیپا بندازی بیرون. ببخشید که اینو میگم، این نظر منه، عذرخواهی میکنم. حالا تو چقدر رادیکالی، بیچاره دختره که گناه نکرده با این زندگی داره میکنه. اشکال از کار پسر است در نه اینجا مخالفت. آقا پسره داره خرج دانشگاهی نمیده، اجاره خونه رو میده، پول آب و برق گاز تلفن رو میده، بعد پسری هم هست که شاسی بلند داره، همه جور امکانات واسش هست. خب این پسر لطف میکنه. مطمئن باش اگه این دختر این همه آیتم و این همه ویژگی خوب داشت با این نمیمون. من قبول دارم اشکال از کار پسر است که همچین کاری کرده، یعنی موف کرده با یه دختری که باش ازدواجم نکرده. این کار اشتباه است و این بی احترامی ها و این چیزایی هم که به این دختر میشه بازم اینا هم فیر نیست. یعنی به نظر من این دختر باید اصلا بره از اینجا بیرون، چون که این مرد اصلا واسه این ارزشی قائل نیست در حدی که این بهش احترام بذاره، به اون یه همخونه معرفی کنه به پدر مادرش. چیه جنس مؤنث به بهترین کیسی که گیرشون میاد میچسبن، خب اونم باهاشون این رفتارا رو میکنه دیگه. این نمیره دختره باید بره با اینکه ببین لول این خانم اون آقا نیست، اون آقا از این خانم بالاتره، لپ مطلب. اینم خانم باید بره با کسی بره که هم لول خودشه، که اینجوری به احترامی بشنشه. بله آخه اون زمانی خب. که آجک اینا با هم آشنا شدن، اون آقا از این خانوم خیلی پایین تر بود، منطقه تو این مدت باشه خودش زحمت کشیده. اون آقا که با اون پنج با صرفا با اون نصف پول رهن خونه اون خانوم که به اینجا نرسیده، داداش گلم خودش همت کرده، زحمت کشیده، مثل خانوما از واژنش فقط استفاده نکرده، دست و گشته رو زانوهاش از تواناییاش استفاده کرد، الان شاسی بلند داره، حالا هر چی که هست بالاخره با زحمت خودش به اینجا رسیده، نه صرفا با 50 تومانی که اون داده. تازه چه بسا که اگه این خانم تو زندگیش نبود الان خیلی جای به جای دادسر الان بنز داشت، چون داره هزار جور خرج اون زن دختره رو میده که به اینجا باز رسیده. این ربطی به اون دختر نداره. من نمیفهمم متوجه چی میگم. آره ببین این بس آره همینجوری میتونه کش پیدا کنه. بذار من یه چیزی رو به شما به طور کلی بگم. اولا که اشتباه اول این بوده که این طرف این شخص رو آورده تو. وقتی که شما یه شخصی میاری تو باید به عنوان تشکیل یه خانواده باشه، واسه همین میگم این کارا نکن، به خاطر اینکه تشکیل خانواده دادن فقط اینکه شما با یه زنی توی اتاق بمونی نیستش، که هزار یک مسئله قاطی میشه، مسئله مالی قاطی میشه، توقعاتی هست، میگه من این خدمت کردم، من اون خدمت کردم، و تمام این چیزهایی که بسیار جای بحث داره، از بحث امروز ما هم بسیار بیرونه، اینا همه یکی یکی مطرح میشه. هر کسی این بحثا رو مطرح میکنه تا یه حدی حق داره و باید به حقش رسیدگی بکنی. بخاطر این بحث خیلی پیچیده است. من به نظرم اگه من بگم دیگه در دو جمله سه جمله بگو چیکار بکنن، من میگم که بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، ببینن که به نظر هر دوشون چقدر از این پول و چقدر از این سرمایه‌ای که اینجا هست
به هر کدومشون تعلق داره و یا یه کاغذی بنویسن که اینا به کی متعلقه، یا اینکه بر اساس از هم جدا میشن تقسیم بکنن یا به هر نحوی. من اینجا هیچ احترامی نسبت به یک تشکیل ریلیشنشیپ یا خانواده یا اینکه از این بخواد خواستگاری بکنه نمیبینم. اگرم کسی خانومی بخواد پوش بکنه که بگه حالا من شما رو مجبور میکنم که با من ازدواج بکنی، باید اون مرده فرار کنه از این وسط. آره اونم فکر کنم همین جواب میخواد بهش بده، چون سر ظرف 3-4 روز آینده میخواد تکلیفو مشخص کنه. منم به دختره گفتم خودتو آماده کن که جواب منفی بشنوی، و اگه شنیدی اصلا ناراحت نباش، چون یه کار چیزیه که هر آدم عاقلی انجام میده. منتها این وسط تکلیف تو مشخص. خب ببین اصلا همینه که جک هم حرفش درسته، میگه اینا در حد همدیگه نیستن، چون اگر در حد هم دیگه بودن پسرم اینو خوب میپذیرفت و مسلما دختره فرصتی هستش براش که پیشرفت بکنه. اینم ما میدونیم، نمیخوایم من بگیم کار هیچ کدومشون، یعنی هیچ کدومشون اینجا مورد ملامت هستن و باید، به قول من موافق نیستم که با تیپ ها بندازی طرف رو بیرون، به خاطر که اونم در این زندگی در این رابطه بوده. حتما که شما نباید ازدواج کنید یا عقد بخونید با هم دیگه. وقتی شما قبول کردید که با هم دیگه توی یک خونه باشید و با هم دیگه شریک یه زندگی باشید، هر چی اونجا هست به هر دوتون مربوط میشه. حالا ممکنه دقیقاً 50-50 به هر دوتون مربوط نباشه، ولی یه چیزی از حقوقی از حسابایی هستش و اینا پیچیده است. اینا رو باید قشنگ نشست صحبت کرد، بررسی کرد. اصلا نه کار منه نه اینکه به این شو اونقدر مربوط میشه. ما خیلی خلاصه میگیم همیشه دوری کنید از اینکه این کارا رو انجام بدین، و اگر کردی در یه همچین موقعیتی قرار گرفتی، سعی بکنید در حضور یه آدم عادلی، بدون اینکه خجالت بکشی از اینکه بگی این خانم تو اتاق من زندگی کرده یا هر چی، در حضور یه آدم عادل و عاقلی بشینید و اینا رو بریزین روی میز، همه بریزین روی دایره به قول معروف، و هر کی حق حدود خودش رو بدونه و بردارن تقسیم کنن و هر کی به راه خودش بره. یا اینکه بگه نه، رفیق شما بگه نه آقا من نمیخوام از این دختر جدا بشم، دوستش دارم، پس بیاین یا ازدواج کنین یا رسمی کنین، یه کاری بکنید که از این حالت بی احترامی به هر کسی قضیه در بیاد. مرسی اون روز از وقتی که گذاشتین و جوابی که دادین، خیلی لطف کردین. دمت گرم. دمت گرم. مرسی آقا. حالا به بچهای دیگه هم بگو که شوی پرچونه روزای سه شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس از رادیو و تلویزیون پرچونه، از وبسایت پرچونه پخش میشه. یا البته ساعتش هم عوض می‌خواد بشه. شاید بشه، شاید نشه. فعلا داره همینجوری میره. وقت ایران. رئیس شما ای شوخی می‌کنه. مرسی، دم شما گرم، مرسی، خدا نگهدار. بله اینم آقای مهدی جان. خب جکی جان بگو ببینیم چه خبر. آبروز نسبت به 2001 آقای حامی هم اینجاست، ببینیم حامی مطلبی نداره. در خدمتتون هستم، حالا اگه سوالی بود یا چیزی به نظرم رسید داخل. خب شما هم ید طولایی داری در سفرنامه ناصر خسرو نوشتن که پیج یه چپتر حامی داریم. ما درس پس میدیم. چاکریم، ما داریم فعلا یاد میگیریم. در خدمت جک عزیز، بگونیم پس لطفا میکروفون تو میوت کن. جک برو بریم. آقا نسبت به 2001-2002 خیلی لطیف شده آقا روز. اون تندی و من لطیف شدم نسبت به چی؟ تندی و ببین چه با یه حالت تهاجمی قشنگی مثل یه ریتم یا آهنگ رپ جواب میدادی خب، و داغون میکردی. نه چند تا چیز اینا یه بار دیگه هم گفتی شما، بعضی از دوستان هم گفتن. ببین وقتی حرف بی خودی و چرنده من جلوش وای میستم، ولی چون اینجا موضوع این که یه خانمی از یه آقای یه توقع طلبی داره، من که نمیتونم بزنم تو سرش، بگم چون این زنه بزنم تو سرش. حالا بگذار بحث برنامه یه اوپن مایک حالا بازش میکنیم. اون موقع ها داستان چیز دیگه بود. اون موقع هر کسی گوشی تلفن رو برمی‌داشت یه چرندی پرت میکرد واسه من، و من باید اینو از ریشه میزدم. اینجا این آقا حرف بی خودی نزده، این خانم هم حرف بی خود نزده. ما بارها به اینشون گفت، به این آقایون گفتیم آقا جون نیارید یه زنی رو تو خونتون بچسبونید به خودتون. این خانم این آورده تو خونش، پولم ازش گرفته، کمک گرفته، رنگ کرده خونه رو گرفته، حالا اون رفته سر کار، حالا دیگه قضیه میفته به قول تو خاکستری، تو شیدز اف گری میفته. زنه میگه اگه من 60,000 دلار نداده بودم، تو هرگز نمیتونستی بیا اینجا که تا بخوای این ماشین خوب سوار بشی یا مثلا دانشگاه بری یا بری سر کار. هر کسی توقع داره. من میگم به خاطر که توقعات ایجاد نشه و شیدز اف گری ایجاد نشه، شما فاصله تو حفظ کنید. آقا این کارو نکرده، من الان بیام مثلا حمله کنم به این دختره که چی بشه. شما لطیفتم تاج سر دوست داشتنیه. آقا
چاکه. آقا عرض میکنم، آقا بعد یه چیز دیگه، بگیر موضوع، نمیخوام موضوع خراب شه برنامه، چون اولا که این تیپ برنامه خیلی عالی، یعنی هر کی از هر جای اطلاعات بده، حالا این تو این زمینه تو هر زمینه، این خیلی چیز عالیه، یعنی حتی چهار تا تکس هم بدن بس آدم خیلی چیز دستش میاد. برمیگم برنامه به من تو رو گفتم ببین، حالا بس ژاپن که حالا این آهامی گلم گفت، ببین چند تا کشور ها هستن، خب ببین مثلا همین حالا اسکاندیناوی، سوئد و دانمارک و کشورهای مثل ژاپن و اون سمت تایوان و اینا، خب انگار مردای ایرانی باز یه جورایی کسایی که 70% نرمالی ان و پولشون کمه میتونن یه جورایی نفس بکشن تو هر کدوم به یه نحوی. تو سوئد و دانمارک حالا قیمتا رو بهت گفتم از 10 داریم تا 400 دلار، خب ولی بحثی که داره اختلاف طبقاتی چون کمه خیلی راحت‌تر قضیه، و تو کشورهای تو اون سمت چون قیافه ایرانی ها اونجا جذاب به نظر میاد، چون اکثرا حالتاشون جوریه، حتی احتمالی که برنامه تو گوش میدادم یکی از ژاپن زنگ زد گفت من هر کی رو بخوام بدون پول راحت تو مترو برام میتونم راحت پیکاپ کنم و مخشو بزنم. یاد برام بالا خیلی وقت پیش اینو این دیتینگ کامنتری ها بود. بحثی که هست ببین نتیجه امر، وقتی این عددا رو، وقتی عددای مثلا قیمتاشون رو تو هر کشوری، خب مثلا تو دانمارک 100 دلار 150 دلار رو با چیزشون مقایسه میکنی، با درآمد متوسط درآمدشون مقایسه میکنی، خب میبینی که من حتی از بم دیگه لیست کشورها رو بهت گفتم دیگه، حالا صدا ضبط شده، ایران گرونترینه، جز شاید مثلا یکی دو تا جای داغونه بدون افغانستان جایی باشه که دیگه مثلا از ایران اوضاعش چیزتر باشه، یعنی ایران از همه جا بدتره، یعنی و بهتره واسه خانوما و هوکرا. بازار مارکت داغه. ببینم یه سری بهت گفتم، من نمیدونم چند تا برنامه، همه هورنی، همه گیج، همه فکر میکنن این کار خلافه، گرونتر پول بده. عکس چیز من نگاه کن دیگه، ایران آفریقای گرسنگان جنسیه دیگه. خب ببین اصلا واقعا راست میگی، اینو قبول دارم. نمیدونم چند تا برنامه اینو باید بگم تا باور ملت بشه. آها همین آمی گلمون که هست، ببین اصلا واقعا وقتی شما شاسی بلند نداشته باشی، خب به هیچ عنوان نمیتونی هیچ حرکتی بکنی، گرفتی چی میگم؟ یعنی انقدر اوضاع خراب شده، مگه باز ببین باز به نظرم مثلا توی جایی مثل بوشهر و شهرستان بهتر از تهرانه؟ خیلی اوضاع ناجوره، یعنی ببین در این حال که اوضاع ناجوره، خب، در این حال واسه 30% مثلا اوضاع عالیه. بله خب اینو بحثا رو ما قبلا کردیم، این صحبت هم شده، امروز ما میخوام بیشتر بریم تو مایه قیمت از دیوی تو تهران. و به خاطر اینکه بچه ها فکر نکنن و شنوندگان فکر نکنن که ما الان اومدیم از بچه ها بپرسیم که هوکر چنده همه جای دنیا، ما سوالمون این نیستش که هوکر چنده، ما سوالمون اینه که زن در هر جایی در مراحل مختلف چه قیمتایی داره. هوکر رو کاور کردیم، راجب گرفرند میخوایم حالا صحبت بکنیم و چیزایی که ظاهرا حالت پراستیتوشن نداره، یعنی پراستیتوشن تلویحیه، معنیش اینه که شما اگه پول خرج نکنی این طرف دوست دختر شما نخواهد بود. خب یعنی میریم دوباره سراغ ریلیشنشیپ یا کژوال یا که ریلیشنشیپ فرمال. حالا راجب این میخوام اگه آماری دارین و شنوندهای دیگه عزیز اونا به ما خبر بدن که داشتن یه دوست دختر تو چه مایه هایی خرج برمیداره واسه. حالا من جایی که هستم بگم که دوست نظر بقیه هم استفاده کنم. ببین تو تمام دنیا 90% دنیا، جای دنیا، این سه تا استپی که سه تا کاتگوری که مشخص کردی واسه ما، یک هوکر، دو کژوال و حالا گرفتن و هرچی، سه هم ازدواج مری، درسته؟ سه تا کاتگوری صدا میاد؟ این سه تا بله صدا میاد بفهم. مشخص کردی تو همه جای دنیا، خب گرون بودنش از همین ترتیب 1-3، گرفتی چی میگم؟ یعنی از ارزون به گرون گفتی. خب آره صدا میاد آورو بگو الان عزیز. آره تو همه جای دنیا از همین حالت 1-3 ارزون به گرونه، ولی یه فرقای کوچیکی داره. تو تهران اینطوری نیست، تو تهران هوکر خیلی هم اونجوری واسط نمیتونی بگی که ارزون در میاد، چون با همین قیمتایی که بده اصلا هر سه تاشون همینطور. ببین تو تهران یه جوری به یه بالانسی رسیده که هر سه تا تقریبا تو یه قیمت واسه در میاد، البته مورد سوم یه ذره بیشتر، یعنی هوکر و دوست دختر و ازدواج کردن واسه به یه قیمت در، البته سومی یه ذره بیشتر، خداییش دیگه آدم انصاف رو باید رعایت کنه، سومی یه ذره بیشتر، ولی اون دو مورد اول مخصوصا تو شهر بزرگ مثل تهران به یه قیمت در میاد و فوق العاده گرون. ولی تو سایر نقاط دنیا من تحقیق کردم بهت میگم، و 90% دنیا دقیقا استپش از ارزون به گرون 1-2-3. خب حالا چرا تو ایران اینجوری، مخصوصا تو تهران؟ چون تو تهران یه بار ببین
دو ماه پیش بهت زنگ زدم گفتم باورت نشد، ایران تهران همه اوکرن. از عجیبه، باور کردنی نیست دیگه. من الان هم بگم باز میگی پس دخترها کجا؟ شنوندگان و بینندگان عزیز، اینجاست که من میگم زن احترامش از بین رفته. این حرف رو اگه یه موقع یه نفر 20 سال پیش میزد سرشو میبریدن، میگفتن داری راجب خواهر مادر ما حرف میزنی. الان این همه ما بیننده مرد داریم، هیچ کس نمیاد داغون بکنه، چه میدونم چاقو رو بکشه، شلوغ بکنه، بگه داری توهین میکنی به خواهر مادر. به خاطر که وقتی که هر آدمی نگاه میکنه دوربر خودش میبینه، زن جوون یا متوسط یا هرچی، میبینه باید پول بدی تا داشته باشیش، میگه من برم واسه چی شلوغ بکنم، برم با کی دعوا کنم، برای چی؟ اینجاست که من میگم احترام. آقای جک یا آقای حامد یا بهروز یا هر کسی داره راجب زن حرف میزنه، داره راجب همین خواهرها و مادرهایی که در این اجتماع ما هستن حرف میزنه. این که میگم احترام از بین رفته، درسته زن خیلی آزادی پیدا کرده ولی احترامش از بین رفته، منظور من اینه. به این راحتی شما هرگز نمیتونستی راجب زن صحبت بکنی در طول در 20 سال گذشته یا در 30 سال گذشته، چون مردا هنوز به اسارت وجاینا در نیامده بودن و زنها هنوز احترام داشتن به عنوان زن و چیزی ماورای سکس. الان شما میبینی که راجب زن، وقتی مردا میبینی که من نیستم، برنامه زنده است سراسر دنیا، از شرق و غرب و ایران و همه جا دارن زنگ میزنن به ما، به این راحتی وقتی دارن صحبت میکنن تمام چیزایی که مورد بحث در مورد زن، چه از ازدواج چه از روابط، فقط راجب سکس و قیمت اون هستش. فقط ما اینو داریم برملا میکنیم که شما بفهمی برای هر چیزی چقدر باید پول بدی و این پول برای چی هستش. آقای جک ببخشید من حرفت قطع کردم، بگو. من استفاده میکنم. بله، عرض میکردم آقا شما هوکه گفتم به این ستا تو همه جای دنیا از ترزون بگیرن، تو ایران تقریبا 1.2 تو یه قیمت تموم میشه، 3 یه ذره بیشتر، که هر ستاش هم فوق العاده گرونه. به نسبت 200 کشور دنیا ایران یک از گرون بودن. و میگم بهشت واسه کسای 20% ثروت، نمیخوام رو باز کنم چون تک تکرار مکرر میشه. حالا اینو بگم چرا یکی در میاد. الان بهت گفتم تو تهران طرف از بوشهر زنگ زد گفت 200,000 تومان. بوشهر از 30 تا استان ایران استان 27مه علاوه پایین بودن مثلا به هر حال امکانات اقتصادی دیگه در تهران دیگه، تو خود حدیث کامل بخوان از این مجمل. خب فکر کن مثلا مرز جنوب آمریکا رو با نیویورک مقایسه کنی، یه همچین حالتی. خب حالا میشه یه چیز حدود 2300 تومان. خب طرف بخواد برای نیم ساعت، نیم ساعت هم کمتر، یعنی یه سکند یه راند میشه 10 دقیقه، 300,000 تومان میشه تقریبا 100 دلار. تازه ببین 100 دلار یعنی 300,000 تومان یه راند، نه اینکه چیزی که شما رو اغنا کنه. خب من با آدما صحبت کردم، یعنی بهشون ریز ریز گفتم خب چرا نمیری بوکر که به ارزان‌تر در میاد، دونه دونه ریز ریز کرد واسه من، گفت ببین من الان مثلا بدم 300,000 تومان 5 دقیقه یه راند. خب و همین جایی لحظه حقوق مهندس چند هزار تومان در ماه؟ یه چیزی بین 700 تا 1,200، یعنی پول نزدیک 3 تا اوکر نیم ساعته. آره. پره پرش. آره یعنی شما دیگه خودت حساب تازه وقتی شما 3 تا اوکر بدی 3 تا 10 دقیقه، یعنی یه وجاینا از 20 سال تحصیلات و جون کندن درآمد ساعتش خیلی بالاتره. بله معنی وجاینا چیه؟ واژن همونه دیگه، همون کلمه هست دیگه. یک واژن از در از 20 سال تحصیلات و جون کندن و دوده چراغ خوردن و هرس خوردن و کلاس رفتن و خرج کردن و بعد وام گرفتن و پس دادن و بعد سربازی رفتن و همه اینا رو آماده کردن آقای مهندس شدن، یک واژن تقریبا میتونی بگیم 40 برابر اون ساعتی در میاد. 100 درصد. ببین من رفیقایی دارم که من زیاد این اوکرا رو میبینم، یه حساب سرانگشتی ماهی 20 میلیون درآمدشونه، کجا ارزشش؟ ببین خیلی بیشتر از اصلا شما که چند سال نبودید باورتون نمیشه من چی میگم. ماهی 20 میلیون درآمد خالص دارن، تازه به غیر از اون یه هفته تایم پریودشون هم حساب نمیخوام باز کنم اونو، ولش کن، حالا تو موضوع برنامه نیست. آقا اینا 3 تا 10 یعنی 3 تا 300 تومن بده، یعنی مهندس بدبخت ننه مرده فوق لیسانس 3 تا 10 دقیقه میشه 3 تا 10 دقیقه هم که اصلا چیزی بشه اصلا اوکی نمیکنه اینو تا یه ماه، یعنی نهایتا تا یه روزش 10 دقیقه. چرا 10 دقیقه؟ یه راند. آره
سه تا نه ده ده، یعنی اینا اینجوریه نرخش اینجا، راندیه، حتی ساعتی هم نیست که مثلا بگی آقا 10 دقیقه میرم بعد 40 دقیقه دوباره بدن ریکاوری بشه دوباره یه رانده، بعد نه یه راند 200-300 تومن. بعد یعنی کل حقوقشو که بده باز هنوز تو یه هفته نهایتا میتونه خوش و ارضا نگه داره یه مرد. این از هوکر، این از بحث، اگه بخوای شب تا صبح بگیری میشه 1 میلیون، میدونی؟ یعنی خیلی هنر کنه یه مهندس فوق لیسانس مهندس مکانیک و برق تو اینجا باید کل حقوق یه ماهشو بده تا بتونه تو طول یک ماه. خب منم که همین 14 سال پیش اومدم گفتم که ایران زن سالاریه. 100% دقیقا درست گفتی. خب داشتیم راجع به ریلیشنشیپ یا ازدواج صحبت کردیم، ببینیم قیمت های اونا چجوری در میاد. ببین قیمت اونا الان سرانگشتی واسه حساب میکنم که میبینی که تقریبا تو یه لول حتی بیشتر حتی گرونتر. ببین اینا شما الان بخوای بری مثلا کجا رفتی، دو حالت داره، یا پول نداری جزء 60-70% جامعه که دیگه اصلا چیزی گیرت نمیاد، شانس بیاری دری به تخته بخوری 1000 دوز و کلک اینو گیرت بیاد. باید اولا که بیس رو بذار بریم، باید جزء 20-30% مایدار جامعه باشه که بتونی چیزی گیرت بیاد. خب وقتی گیرت اومد کجا رفتی؟ رفتی تو دور دور، یا رفتی اونجا که دیسکو و کلاب و اینا نداره مثل اونجا. دور دور یعنی چی؟ نفس دور دور یعنی شما باک بنزین تو باید پر کن، اینا هزینه است، اینو باید حساب کنی. وقتی ما الان می‌خوایم عدد در بیاریم اینا رو باید پر کنیم. درست. شما باید باک بنزین تو پر کنی، کم 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 یه ماشین 100 120 میلیونی به بالا داشته باشی که سودش میشه ماهی 2 میلیون سود بانکیش. خب ماهی 2 میلیون، ماهی 1 میلیون بیمه ماشینته، ماهی 500 600 هزار تومان پول بنزین رو یعنی که چیزی حدود ماهی 4 5 میلیون، ماهی 4 میلیون فیکس باید بذاری کنار. اوکی. بعد تازه خب بعد یه دونه یکی اونجا بزنی تا برسی به یه رابطه به درد خور چقدر خرج میشه؟ همین شما یعنی به بسم الله که میخوای به قول خود حرف خوبی زدی میخوای بری بشینی سر میز قمار، تازه ماهی 4 میلیون گشتی کنار. خب بعد البته دارم به این نتیجه میرسم که این گرونتر هم در میاد اصلا. حرف خودم رو تصحیح میکنم اصلا. بعد شما حداقل مخو زدی، حداقل اگه تو دنیا 3 دیت، اینجا 5 دیت یا مثلا 4 دیت، حداقل 3 بار اصلا میگیم 3 بار باید بری شام ایناری بدی تا بار 4 رو بری چیز کنی دیگه. اوکی 2 بار 3 بار کم کم که اونم معلوم نیست، گارانتی هم که نیست 100%، اصلا هیچی رو، همه چی رو حواس. خب انقدر اصلا میگم بریم حالا 3 تا شام ایناری اون رو بخونیم بعد میرم به یکی دیگه. شما کم کم وقتی یکی رو تو اندرزگو مخزدی با ماشین، با اون ماشین بخوای ببری بیرون، هر قراری واسه 200 تومن تموم میشه. 3 تا 200 تومن میشه چند؟ میشه 600 هزار تومن. تازه من پول فشم رفتن تو، پول بنزینه که بری تا خودتو برسونی به اونجا، این همه هزینه است دیگه. ببین یه چیزی حدود 3 تا دیت یه چیزی حدود 700 تومن 600-700 تومن تموم میشه، کمه کم، یعنی زیر 500 نمیشه. یعنی دختر ارزون تر کج و کله تر هم نیستش که واسه کمتر خرج کنی. بهت گفتم تو اون مارکتی که ارزون تر و کج و کله تر واسه ما 70% که پول نداریم نیست، واسه همون 20% مایه داره. چرا؟ اگه اون کسی که مثلا بخواد از بین اون دختره که مثلا تو اونجا تو دور دور هستن یه ذره کج و کله ترشو انتخاب کنه، اون میتونه حتی با یه دیت یا دوتا دیت هم به یه کارایی بکنه. چرا؟ هست متو واسه اونا، بازم نه واسه ما. گرفتی چی میگم؟ یعنی باز واسه اون کسایی که شاسیشون بلنده و ماشین شاسی بلند دارن. اونم پس بازم هوکر، بازم هوکر به صرف. من خودمو تصحیح میکنم، قبول دارم. بازم اینجوری هم بخوایم حساب کنیم، آره خدایشم. دقیقاً باز هوکر، چون اونم نمی، چون بالاخره اونم باید یه دیت ببری. اونم یه پول تلفناتو شما حساب کن. شما حداقل باید یه ساعت مغزتو بخوره هر شب. درسته؟ ور 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 بزنه که آقا اینجوری اون پول هزینه داره. تو ایران بالاخره پول تلفن هست، 1000 جور هزینه دیگه هست. اینا رو حساب کنی باز هوکر یه ذره آره بهتر در میاد. اونم باز باید یه دیت ببری اگه زشتم باشه. خب باز ده یه چیز حدوده، ببین ماهی 400-500 تومن، بازم یه چیز 400-500 مخه تو بخوره بر بر بر. شما وقتی مثلا باید روزی 200، تازه ببین اینا یه ضررهای اجتماعی دیگه هم داره. اون مرد وقتی هوکر رو انتخاب نکنه و بیا تو مرحله گرفلند، یه چیز دیگه هم از دست داده به غیر از هزینه، این مغزش هم از دست داده و مغز بیزینسی و مغز اقتصادیش از کار میفته، چون یکی دائم مثل دارکوب داره رو مغزش میکوبه. میدونی چی میگن؟ دارکو یعنی لحاظ شغل نمیذاره عقب میفته، لحاظ کاری شخ میزنه همینجوری موقع تو، بخاطر که تو بخوای یه خود کمتر خرج کنی. خب بخاطر اینکه یه خود کمتر خرج کنی مغزت تو داغون میکنه، بعد از اون ور یه قرار مهم کاری هم از دست میدی، اون ور ضرر اونم بخوای حساب کنی میبینی که بله 100% بازم با اینکه اینقدر هوکر. ببین به روز داری حرفامو خدایی با دقیقه یه بار دیگه خودت این برنامه رو گوش کن. به اول با عدد و رقم به این نتیجه رسیدیم که ایران گرون‌ترین جای دنیاست. خب این یک.
دوم داریم به این نتیجه میرسیم که کژوال گرفتن از هوکر هم گرونتره. پس من که اون زمان اومدم آقا دو ماه پیش گفتم حالا تمام این قضیه رو من با یک پلیدی خاصی طراحی کردم که شما برسی به اون نتیجه که ازدواج کردن هم از هوکر گرونتره. شما داری میجور آره شما من خودم به این نتیجه. البته من اولش هم گفتم آره اون مورد سوم بازم گرونتره. میدونی چرا؟ چون شما میرسیم به سوم. وقتی بری وارد استپ سوم بشی، بله برون داری، شیربها داری، خب شما مهریه داری، یه چرت که سرانگشتی بنداز مهریه رو از 1000 تا شروع میکنن، 900 تا نه 800 تا نه 600 هم 1000 تا منظور دلاره یا سکه طلاس. 1000 عدد سکه تمام بهار طلا. تمامش از بهاره. چشمتون چهار تا برین دم دادسرا وایسین بدید این سکه ها رو که دوباره بیاد اینجا سوار ماشین جک و امیر و حامد و مهدی بشه دوباره بره ویش دور بزن. چشم چهار تا من 15 ساله دارم میگم. خب بگو ببینم، بگو خدا حال کنی. شما 1000 تا ببین رو 1000 تا میبندن، یعنی اسمن میگن آقا 1200 ولی 900 تا رو نگیرن، 800 تا رو نگیرن، 700 تا رو نگیرن، رو 600 دیگه کاغذ امضا رو ازت میگیرن. که دوستان عزیز ما الان راجع به یک دختر 17 ساله یا 19 ساله باکره دست خود صحبت نمی کنیم، راجع به همون دختری صحبت می کنیم که چندین سال در همون دور دور اون استپاری که جک و امیر داره راجع بهش صحبت میکنه رو گذرونده. بله یعنی طرف دیگه گرگ بارون دیده است. من تو بهت گفتم در بحث ادامه بحث دکتر آذر بحث واژن شناسی ادیتانگا رو اینا خوب بلدن. آخه یه چیزی هم هست اینجا الان سفسطه ای که پیش میاد و تکنیکی که استفاده میکنن که تو رو دوباره قاطی کنن مخاطب و کلوزت بکنن اینه که بهت میگن که این دختری که با تو میخواد ازدواج بکنه با اون دختری که تو دور دور یا تو خیابون فرق هست فرق میکنه. بله. ها نه بله من نمیگم درست. هست بله. میگم که این از این تکنیک استفاده از این بحث استفاده میشه و این بحث به تو میخواد این قضیه رو تو مخت فرو کنه که این دختری که تو باید هزاران سکه طلا بدی استخونات و اینجا زمیمه پای قبرت بکنی این دختر رو تو نمیتونی تو خیابون دور دور پیدا کنی. این یک باکره ایه که 21 سال 22 سال رو با آسمون دعاگویان و نمازخوانان میره سر مدرسهشو بر میگرده. بله این تو دوردار نمیبینی اینو، ولی چون ما میخواییم حقایق واضح بشه من میخوام یه سوال دیگه هم ازت بکنم. بفهم. آقای جک چند درصد از دخترای ایران بدون این که ایران نه شهر خودتو بگو شهر خود بدون این که هیچ بخوای با تیپا کسی رو بندازه بیرون خیلی عادلانه و ریلکس نفس عمیق بکش، چند درصد از دخترایی که توی شهر هستن حالا یا مذهبی هن یا نیستن یا قدیمی هن یا باباشون بالا سرشون وایساده به هر دلیلش هم کاری نداریم، چند درصد از این دخترها به نظر تو تو این روابط دیتینگ شرکت نمی کنن؟ به معنای دیگه چند درصد دخترها دوست پسر ندارن؟ صفر اسلش ممیز صفر 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 تو دور گردش یک. پس ریاضی قشنگ گفتی گفتم قشنگ بفهمن دوستان دور گردشش هم گفتی یعنی به صفر میل میکنه یک دهم یک میلیونی همه درسه یعنی دخترای چادری دخترای مذهبی دخترای محجبه اینا همه دوست پسر دارن به نظر شما مگه اون یک دهم درس آفرین دقیقاً رو نمیکنن چی گفت چی گفت نفهمیدم چی گفت رو نمیکنن اونا هم دارن تجربه شخصی بگم اجازه هست. من با یه دختری دوست شدم موقع ماشینم نداشتم بعد خیلی خوب بود خیلی هم تاخچه بالا میذاشت که من علم و بلم و اینا میومد صبح تا شب میومد ولی شب تا صبح نمیومد ساعت 9 بعد خونه بود تو خونه من فکر میکردن که یه به قول عموی بچه خرگوش مظلوم و پاکه گندش هم در نمی آورد ولی میومد همه جا میرفت حتی شهرمونه با هم دیگه ظاهرش چطور بود؟ ظاهرش اوکی بود با هم دیگه تا حد دقیقا نه از لحاظ خوشگلی و جذابیت نمیگم از لحاظ تیپ لباس پوشیدن و ظاهر اجتماعیش ظاهر اجتماعی شیک بود و مثلا لش و لوش نبود اونجوری که مثلا تیپ بزنه که یعنی منظورم اینه که چادری بود محجبه بود محجبش هم بوده که بابا آخوند بوده بابا قاضی بوده ولی میومد ما از اون میترسیدیم میگفتیم آقا بلا ملا سرمون نره بابا
چون ایران بود و بالاخره دیگه یارو زورش میرسید هر کار دلش میخواست بکنه. ولی اینی هم که مثلا میگم اینم نه باباش آدم معمولی بود، معمار بود، ولی خب گندش رو نمیخواست تو خونه در بیاره کسی دیگه هم تو فک و فامیل و خواهر و برادر اینا، نمیخواست گندش در بیاره جلو دوستاش و بقیه، ولی خب همون کارا رو میکرد دیگه اون دختر. پس شما موافقی که صفر همه دخترا اونجا دوست پسر دارن؟ همه دارن، فقط اینی که نشون ما نمیده دلیل نمیشه که نداره. پس چه دلیلی داره یه نفر بشینه 100 هزار سکه طلا ببره برای کسی که دو هفته پیش اونجا تو خونه شما بوده؟ یه دونه دیگه هم همینطوری بود. من چند سال پیش سرباز بودم، از آموزشی کله کچل قیافه داغون، آدم سرباز میشه اصلا قیافه خیلی به هم میریزه. من اومده بودم میان دوره، یه دختری بودش خیلی تاپ بود، یعنی میتونم بگم کل اون محله ما که جنت آباد بود دنبال این بودن همه با هر مدل ماشین و پول و موقعیت. این با یکی از دوستایمون بود که اونم پولم حتی تو جیبش نداشت، پیاده که بود پولم تو جیبش نداشت، ولی آویزونه این بود و شبم که این میرفت خونه این از ماشین من پیاده نمیشد، میگفتم اصلا سه شده دیگه راهمون نمیدن خونه، تایممون گذاشت بریم خونه بگیریم بخوابیم، میگفت نه نرو. یه پسر احمق پیدا شد، بچه پولدار بود، تازه از بندر اومده بود تهران و فلان و اینا، چند تا مغازه البته الان میدونه توی سمرقند مغازه و فلان و اینا، عاشق این دختره شد و در عرض 3-4 ماه سه دونگ مغازه زد. مغازه اون موقع حداقل 250,000 دلار 300,000 دلار پولش بود، به دلاری بخوایم حساب بکنیم، سه دونگ مغازه زد و واسش 206 خرید و یه آپارتمان خرید و واسه همین پسر احمقی که تازه اومده بود این دختره رو دیده بود، این همون دختری بود که ساعت 3 نصف شما لگد از ماشین مینداختن نشون که آقا برو خونتون تو دیگه میدی خوبی هر چی هستی اوکی دیگه تموم شد ما چیزی نمیخوام ما میریم. بعد این آقا برای دختره که زنش شد مغازه خرید، سه تا مغازه داشتن، سه دونه مغازه زد به نام دختره که ایشون تازه بله رو بگه ببین چه استانداردی برای این گذاشته بود. اینم میدونست، این احمقم این چیزا رو دیده بود، میدونست که مثلا 500 نفر، ولی فکر میکرد ما آدمای عقده‌ای هستیم که زندگیمون پر از شکست بوده و آدمای بدبینی هستیم، داریم حرفا رو میزنیم که اون از همچون الماسی رو که پیدا کرده، اون فرشته‌ای رو که پیدا کرده از دستش بگیریم. اولاق دوپا پیش خودش فکر میکرد که خب اینا بدبختن، یه ماشین زیر پاشونه، یه قلیون به یارو میدن میکشه، مثلا یه ساعت میاد میره با اینا میخوابه، نه من اینو میگیرم که این یه عمر با من بخوابه. نمیدونست که اون هر روز داره هر روز عقب بدتر میتره که هیچی، اینو عقدش کرد و اینا رو هم بهش داد و دلاری بخوام بگم حداقل 300 400 هزار دلار به این خانم پول رسید. و از اون تایمی که اینو دید سه ماه بعد اینا رو داد، سه ماه بعد دختره طلاق گرفت جلوی چش این، دوباره با ماها میپرید. خب در سه ماه چهار کله زدن، حالا 10 کله 20 کله این همه پول رو داد به باد. واحد شمارشش کله است. داری ها اون روز واحد شمارش من دیگه یاد آپدیت نیستم که واحد شمارش چیه. آره کله ارزانیه خلاصه. ببین داری آقا به روز قیمتو وقتی دو ماه پیش اومدم گفتم ایران خیلی گرونه، همه بهم خندیدن، الان داره یواش یواش واضح میشه قیمتو داری. نه ما نخندیدیم که ما خندیدیم بچه زنگ میزدن این منو برد اون پسر زنگ زده بود میگفت این چیزی که این آقا داره میگه در مورد ایرانه، یادته؟ آره داداش کوشی الان بیا اینجا، این در مورد ایرانه، قیمت ها رو داری؟ یه چرتکه بنداز. خب این از در واقع هوکر، اونم از کژوال و دیت. تازه چی؟ ببین داشتیم راجع به عروسی کردن و خانواده، اول با عدد رقم مقایسه کنیم که از 200 تا کشور گرونتره دیگه، بگی برو تا آخر. حالا دو سه که از هوکر وقتی گرونتره، یعنی از همه جا گرونتره. بله بفهم. بله و حالا میخواییم به این نتیجه برسیم که آیا، حالا شما بهتر میدونیم، من که این ورم شما اون وری، آیا هوکر از بقیه چویس ها و انتخابات با توجه به اینکه در ازدواج و روابط امروزی چیزی غیر از اونم تحویل نمیگیری و همیشه لنگ در هوایی و دو سال بعدم سیفون رو میکشن سرتو طلاق میگیرن میرن، آیا هوکر قیمتش بسیار کمتر و درسش کمتر نیست؟ من مجموعاً آره چرا هست، من خودم رو تصحیح میکنم. بله هوکر باز هم با وجود این که هوکر من همیشه چون عدد رقم در میوردم میدم از همه جا گرونتره، میگفتم شاید کژوال و گرفتن باز ارزونتر باشه یا حتی مساوی باشه، اول من با مساوی شروع کنم، ولی نه الان تصحیح میکنم که بله یه مقداری ارزونتره 100%. چون ارزش و احترامی رو که زن در رابطه با مرد میگیره، بذار اینا گوشم در بیام 2 دقیقه بذار من چیزی
صدای شما رو نمیشنوم. ارزش و احترامی رو که یک زن در رابطه با مرد، چه میخواد گرلفرند باشه، چه کژوال باشه، چه ازدواج بکنه و همسر اون باشه، با هم توی خونه زندگی کنن، ارزش و احترامی رو که یک زن از مرد میگیره فقط به خاطر اینکه در رابطه سکسی با اون مرد هست نیست، به خاطر خیلی از چیزهای دیگه است که احترام زن میگیره از مرد. و این کلمه غیرت و اون چیزی که الان میبینید، اینا بچه های جوون ایران هن دیگه، اینا همونایی هن که باید سیبیلا چخماقی و کلاها کج و تیزی به دست و یه نفر فوت بکنه از اون ور نگاه بکنه به دختر همسایشون که رفته نون بخره شیکمشو سفره بکنه، اینا همون بچه ها هستن دیگه، اینا که از کره مریخ نیومدن. که دوره چی شده، چی عوض شده که دیگه اینا راجبه زنهای کشور خودشون، یعنی کشور ما که ایران هستش، و ما به این نتیجه داری میرسیم. حالا من اینا رو که ندیدم، اونا دارن اونا رو میبینن، من اینا رو حسابای لاجیک و ریاضی و جامعه شناسی و آمار و منطق گفتم، ولی ظاهرا همش با واقعیت در اونجا خوشبختانه جور در اومده. و چی هستش که عوض شده؟ این همون احترامیه که میگم زن از دست داده و نداره. چون وقتی قرار باشه که شما احترام یک زنی رو که همسر یک مرده، یا احترام یک زنی رو که دوست دختر، میخواد این خانم سه تا بچه داشته باشه، میخواد 17 سالش باشه و باکره باشه، فرق نمیکنه، وقتی دوست دختر یه نفر میشه میگه این گرلفرند منه، احترامی رو که این زن نسبت به هوکر داره به خاطر بقیه این مسائل است که به سکس مربوط نمیشه. ولی وقتی زن اومده در روابط اجتماعیش به خاطر فمینیست شدن، به خاطر آزاد شدن، به خاطر هر چیز دیگه‌ای که شلنگ تخته‌های دیگه‌ای که حالا برداشت صحبت کردیم امروز تو برنامه ما نیست بحثش، اومد و اون احترامات و ارزش‌ها رو در خودش بی‌ارزش کرد و گفت من اصلا اون احترامات و ارزش‌ها رو نمی‌خوام، منم مثل مردم آزادم، با هر کی دارم میخوام هر میخوام طلاق بگیرم، با هر کی میخوام میرم، با هر کی میخوام میام، فریاد میکشم، البته میکشم، عوض میکنم، دوست پسر عوض میکنم، بریکاپ میکنم، همه کارا رو انجام میدم و حمایت هم از تو نمیخوام. زن و مرد مساوی هستن، گرچه همیشه پولو میخواد ولی حمایت رو نمیخواد، چون که حمایت تو رو نمیخواد، میگه اصلا تو بالا آقا بالا سرم نمیخوام. خیلی خوب، وقتی که به این نتیجه رسید که این احترامه از توی رابطه مثل زناشویی، مدرن رو میگم و قدیمی رو نمیگم، با بزرگ شما رو نمیگم، احترامه از رابطه بین زن و مرد، چه زناشویی چه گرلفرند بویفرند، در اومد، اون وقت فقط میمونه سکس. و حالا چون احترامه در اومده و چیزی نداره زنه که بفروشه به اون مرد، داره قیمت رو برای یه چیزی که بیرون خیلی ارزون تره داره علکی میبره بالا. اینجاست که مرد باید بفهمه که اون احترام از بین رفته و چیزی رو که داری میگیری، کالایی رو که زن ثابت کرده و ازش حمایت کرده که هست، میخواد به تو بفروشه. مثل یه بیزنسمن، مثل یه مشتری خوب، بیزنسمن هم نمیخواد باشی، مثل یه مشتری خوب میخوای یه جنسی بخری، قیمت رو بدون، بدون این جنس چنده، قیمتش چقدره، کجا هستش، عرضه و تقاضا بازار رو بشناس که جنس رو بهت غالب نکنن، چون احترامه که نیست. پس باید قیمت پولی رو که میپردازی برای حمایت یا ارزش معنوی نیست، بلکه برای اون چیزی هستش که تو دور دور یا تو هوکر یا تو ازدواج یا تو ریلیشنشیپ میخوای به دستت بیار و هر موقع دلشون خواست سیفون سر مبارک شما میکشن. اینجاست که ما اومدیم قیمت رو داریم بررسی میکنیم. آقایون ببخشید، بفرمایید جک چی میگفتید؟ آقا امیر گلم هست، هر موقع آقا میخواستی من قطع میکنم، یعنی صحبت بیا تو سم. آقا عرض میکنم خدمتت. ببین خب. پس نتیجه ای که ما نتیجه بگیریم دیگه، نتیجه ای که میگیریم، البته مورد سه مونده هنوز ازدواج، اونم یه چرتکه بندازیم بعد نیست. ببین کوکر کفه کفه، اوکی خب من خودم تصحیح میکنم اینجا، شما هم تصحیح کردی، هوکر هم حتی کژوال هم ارزون تر کفه کف. خب حالا یه سوال، علی صدا میاد، حالا یه سوال، بله بله. دلیل این که هوکر با عدد و رقم که اونو بهش رسیدیم که اینجا ایران از همه جای دنیا گرونتره چیه به نظر شما؟ بهروز چرا اینجا از همه جای دنیا گرونتره؟ به خاطر توهمی که مرد برداشته، یعنی مردای جای دنیا توهم ندارن، فقط مردای ایران توهم. اینجا خیلی بیشتره به نظر من. به نظر من هنوز اون احترام ها داریم سعی میکنیم به شما نشون بدیم که اون که میدونم، من میخوام پارادایماشو خودم در بیارم از مثلا تجربیات شما، به خاطر یعنی واقعا واسه خودم هم سواله. خیلی خوب، این
اون احترامی رو که هنوز قائل همین الانش هم همینو میگفتم دیگه، اون احترامی رو که هنوز قائلن مردا برای ازدواج به خاطر اون احترامی است که حرمت به حرمت رابطه خانواده به گذشتهشون و بقیه چیزایی که به غیر از سکس مربوط میشه قائلن، هنوز اون غیرته و اون حرمته داره مارکتینگ و سیلز و قیمت رو خراب میکنه. وقتی بفهمی همه مثل همه کارشون، اون وقتی که دیگه اینقدر پول نمیدی، زنها هم بدون سکس نمیتونن بمونن و یه مطلب دیگه هم هست که این سوال که باید مردا بفهمن که این میشه این که فرمودید درسته، کاملا درسته، ولی میشه جواب این سوال که مورد دو سه چرا از هوکر گرونتره؟ اینو من قبول دارم. من میگم چرا هوکر تو ایران مثلا از هوکر مثلا تمام جای دنیا گرونتره؟ من سوالم اینه. خب اینم باز به اون دوتای دیگه مربوط میشه. یعنی هنوز طرف فکر میکنه که اون خونه ای رو با خانواده ببخش ازدواجی که میخواد با میلیون دلار یا 150 300 هزار دلار انجام بده چون نمیتونه افورد بکنه، این هوکره هست. منتها هنوز قیمت این یه جوری تابعی از اون مورد قیمته. وقتی اون احترام شکست و اون توقع از بین رفت، اون وقت قیمت این هم میاد پایین. بعد میرسیم مورد سه. البته شما اگه عرضید بفرمایید. ببین اولا که وقتمون داره تموم میشه و یه مقدارم راجع به مورد سه صحبت کردیم. مورد سه مونه ازدواج. ازدواج یعنی خیالی که مرد تو سرش داره و بهش فروختن این اندیشه رو و این آیدیا رو بهش فروختن که این دائمیه، این حمایت از زندگی تو میشه، تو پیر میشی یه نفر دست تو میگیره، تو زندگی تشکیل میدی، پسر و دختر خواهی داشت، بعد کنارت خواهند بود. همه اون فرمولای زندگی قدیمی رو که دوباره همون حرمت‌ها و احترام‌های ازدواج رو از زندگی قدیمی که پدرش و پدر بزرگش داشتن رو بهش نشون میدن و بهش قول میدن. این وعده ها هرگز اجرا نمیشه، ولی به خاطرش پول بسیار زیادی پرداخت میشه. به نظر من یه چیزی رو قصه میگم، اون قدیم هم همچین چیزی نیستش. یعنی اون قدیمیاش هم بری دست بذاری رو دلش خونه ازش مثلا بله. من میپرسم و آدم های سمبالا یه خورده حالا اخلاقم یه جوریه که خیلی راحت میرم میپرسم سری خجالت و اینا نمیکشم، میپرسم مثلا آقا مثلا شما که مثلا سن پدر منی یا فلانی یا بزرگتر بزرگ. میگم آقا الان ازدواج کردی راضی؟ میگه که چی بگم فلان. میگم خب الان مثلا احترام چه جوریه؟ قضیه اونی که میام دست میذارم روی نرمالی جامعه، نه اون پول داره که با پول همه رو خفه میکنه. میگه وقتی پول نداشته باشی اندازه یه سگم ارزش نداری تو خونه. بابا بچه بزرگ کرده. خیلی ممنون. پس معلوم شد از قدیم هم به شما همینو دروغی فروختن. بوده تا الان هم هست، از این به بعد هم ادامه خواهد داشت. فقط باید نخری دیگه این قضیه رو دیگه. این جنسو یا نمیخرم. بله. آقای حسام هم رو خط. حسام جان بفرمایید. شوی پرچونه با بهروز بچه رو. سلام آقا بهروز. بالاخره ما اومدیم. خیلی لطف کردید. بفرمایید. من داشتم موقع که اولین بار اومدم از یک کامپیوتر میدم نمیتونستم صحبت کنم. یعنی اون موقع که آقای جک صحبت میکردن. من از سوئد هستم. اگر دوستان سوال خاصی دارن. آقا کجایی؟ ما یه اون دنبالتیم. آقا بروز من چند سوال بپرسم. بیا سوال بپرس ازش، وقتمون کمه ولی بپرس. اولا که برنامه بعدی هم بیای. آقا شما تو ایران وضع چجوری بوده؟ چند سال رفتی؟ یک. بعد اونجا چند وقت هستی؟ تو دنیای دیتینگ هستی؟ یه مختصر یه سریع به من بگی ممنونت میشم. من تو ایران در حقه شما فرصد بالا بودم، 5 سالم هستش بودم. بله در دنیا. پس تو ایران وضعیت خوب بوده. البته من بیشتر جامعه حالا متاسف بالا بر. یعنی مثلا یه شاسی بلند کره ای از نظر ما خوبه. نه اونجوری هم نه، ولی ولی خب من البته بیشتر جامعه هدفی که من دنبالشم کسایی هستن که تو ایران جزء 70% نرمالی باشن. خب یعنی در واقع متوسط جامعه باشن و مثلا در حد پراید و سمند و پراید و اینا تو ایران باشن، یعنی حتی ماشین داشته باشن در حد پراید، بعد رفته باشن اونجا یه 6 ماه تو دنیای دیتینگ باشن، خب بعد بیان نظر بدن که حالا اینجا بهتر یا اونجا. چون ببین ایران واسه 20-30% مایه داره جامعه بهشته، واسه بقیه جامعه جهنمه. اوکی حالا یه سوال دیگه، من اینو واقعا از خیلی ها پرسیدم که اونجا دختری سوری پول واسه شون خیلی تعیین کننده نیست. اینو تقریبا از 99% به من گفتن اینجوری. حالا اینکه از میدلیس خوششون بیاد یا نه یه بحث دیگه. اینو شما پول تعیین کننده نیست به اون صورت رو قبول داری یا نه؟ من یه سوال میکنم. اگه نه با دلیل بهم بگو. چه نه اول من روی زمینه سوالم، شما میتونم بپرسم اینا رو که باهاشون صحبت کنه از کجا پیدا کنه صحبت؟ من اینا رو همه رو دارم دونه دونه. یعنی یکیشون خانم آلاله است، همین الان تونتون داره تکس میده.
از کدوم؟ یعنی از تو فیسبوک پیدا کردیم؟ یعنی که از تو استکهلم؟ نه، هم تو اسکایپ بوده هم تو فیسبوک، بله جفتش. از چجوری سرچ کردین؟ تو گروه های ایرانی ها بودن؟ چجوری بودن؟ کسایی که لیوینگشون اونجا بوده دیگه. ببین شما وقتی تو فیسبوک بزنین که مثلا کیا کجا زندگی میکنن میاره بالا، مثلا ایرانی های استکهلم، ایرانی های گوتنبرگ، حتی شمال سوئد هم بوده، گوتنبرگ مخصوصا. بله گوتنبرگ مخصوصا، گوتنبرگ از استکهلم بیشتر بوده. حتی شمالی ترین نقطه سوئد هم من یک دو نفر صحبت کردم، همشون متفق القول گفتم پول تعیین کننده نیست، ولی جای بحثمون این بود که از کله سیاه خوششون میاد یا نه. حالا نظر شما هم بدونیم که خیلی بهتر. این بحث خیلی مهمه، اینه که اینا بهشون به شما گفتن که چیکار میکنن، چه کار هستن؟ ولی اکثرا جزء، ببین اکثرا جزء دانشجوها بودن و کسایی بودن که تو ایران پولدار نبودن مثل شما، یعنی تو ایران فقیر بودن یا قشر متوسط جامعه بودن رفتن اونجا، نه کسی که تو ایران پولدار باشه و شاسی بلند درست حسابی داشته باشه بره اونجا، نه کسایی بودن تحصیلی رفتن به حال با حقوق مینیمم حقوق جامعه دارن زندگی میکنن، یه همچین حالتایی. حتی یک دو تا پناهنده هم بودن ولی خب اکثرا تحصیلی رفتن. آها، پس شما با دانشجو صحبت کردین. آره، می دانشجوهایی که تازه کسایی بودن که تو ایران خیلی وضع مالیشون پایین بوده. یعنی الان اینجا کار میکردن کجا بودن؟ نه الان ببین اونجا پی اچ دی جاب آفره دیگه، شما پی اچ دی وقتی بیاد اونجا اجازه، بله یک دو تا اینطوری هم، بقیه مستر دارن میخونن با هفته 20 ساعتی که خودت هم میدونی بهتر، یه هفته 20 ساعت هم اجازه کارشون دارن کار میکنن. بله بفهم. خودشون دوست دختر سعودی داشتن؟ ببین دوست دختر سعودی، آره مثلا یکیشون میگفت ببین اینجا واسه شون مهم نیست که صرفا کله سیاه، چرا یه بعضی هاشون یه میگفت یکی، یعنی قشنگ ترین جوابی که گرفتم بود که میگفت 30% به بسم الله یه ذره حالت انفعالی هستن به خاطر به کله سیاه، ولی 70% نرمالیشون بیشتر شخصیت تو رو نگاه میکنه، مخصوصا تحصیل کردگی تو و نوع برخورد که ببینن خوب برخورد میکنی، لحاظ اجتماعی کنترلینگ نیستی و اینا. ولی متفق القول باورت نمیشه، ببین از شاید بیشتر از 40 نفر پرسیدم، هر 40 تاشون چه زن چه مرد میگفتن پول خیلی، ببین نمیگم حالا 100%، ولی 70-80% به صورت نرمالی پول مثل ایران خیلی واسه شون تعیین کننده نیست. بیشتر گیرم رو بحث دومشه، حالا اینم که فکر کنم شما رو بحث اولش هم مخالف بودی، موسیری که تکس هم دادی. راستش من نمیدونم، حالا اینا به شما یه چیز گفتم، ولی من یه جور هستش که خیلی از حالا این شهری که هستم خیلی از دوستای همین دانشجو پی‌اچ‌دی اونایی که کار میکنم میشناسم. من تو این گروهی که اصلا من کش کنم نگیدم دوست دختر سوئدی داشته باشن، حتی دوست دختر داشته باشن، حالا چه برسه به سوئدی. یعنی اصلا خب یعنی اونا هم دستشون خالی والله اینج... من ببینین من نمیدونم، بعضی وقتا آدم ها میان صحبت هایی میکنن ببین چیم، یعنی وقتی مثلا با دوستا با هم صحبت میکنن یه حالت مثل حالا هر جا دیگه مثل خود ایران هم چند نشستن پسر نشستن برگ میکنن، مثلا میگن که من 10 تا داشتم، من نمیدونم اینجوری دارم اونجوری دارم، وقتی میگه داخلش میشین اینه که نه اصلا اونجوری هم نیست، اصلا صحبت هم نیست. من خودم شما اینو قبول داری که پول تعیین کننده نیست دیگه، حداقل نه به صورت نرمالی نه. ها نه شما اینو قبول نداری؟ ببین بس من هیچ تناقضی نسبت به این چیزا که آقا بروس میگه ندارم. من خودم یه مدت اصلا با خانواده سعودی زندگی کردم، یعنی یه بخشی از خونهشون اجاره کرده بودم، من دانشجو بودم اونجا چی میکنم؟ من بهتر بگم، یعنی دختره اونجا مثل اینجا تو ماشینتو نبینن با دوست نمیشن، جواب سلامتو نمیدن تا واسه شون مثلا دو میلیون نرزی به حسابشون. نه من ایرانش هم راستش بستگی داشت به دختر، خیلی هم تو ایران اینجوری نیست که حالا بریز به حسابش. من یکی از این خیلی ها رو میشه شماره من بهت میدم بهشون بدی، یکی از این خیلی ها چند تاشون نه یکیشون. آره خب حالا پس ببین آقای جک و دوستان عزیز، وقت برنامه هم داره تموم میشه. شما به طور کلی آقای اسمش یادم رفت، آقای حسام، شما موافقی با این قضیه که اونجا پول تعیین کننده نیست یا اونجا هم کما بیش همین وضعیته؟ بستگی به سن دختره داره، اینکه دختره بخواد چیکار کنه. دقیقا همون حرفایی که شما میگی، اگر برای سنش کم باشه برای فام باشه شاید نه، ولی وقتی بخواد بیاد بخواد بچه داشته باشه بخواد زندگی تشکیل بده خیلی این چیزا براش مهم هست. ما اصلا بحث زندگی تشکیل دادن نیست، یعنی که مثلا دوست جذاب و خوشگلی باشه آقا بهش متوجه بحث نشده. ازدواج نیست، ببخشید بحث ازدواج نیست، بحث صرفا سکسه. نه بحث ازدواج اگه دختر جذاب و خوشگلی باشه به عنوان شخصی که میخواد باید دیت بکنه و با تو بیاد بیرون، شما اگه پولدار باشی یا پولدار نباشی فرق نمیکنه؟ فرق نمیکنه، حتما یه فاکتور هست. اصلا شما خودت احساس میکنی نه هست به شدت بره. ایران هست. حالا البته این که من قبول ندارم، حالا دوست دارم نظر میدم، حالا اون یه بحث دیگه است. حالا یه چیز یه کار دیگه هم بکنیم، سوال آخرمون هم بکنیم، حالا که یک شخصی از سوئد هم به ما زنگ زده، آقا بازار هوکر
و بازار دیتینگ و بازار که بعدش میشه ازدواج، اینا هم به همین ترتیب قیمتاش با هم دیگه قابل مقایسه است مثل ایران؟ هوکر که خیلی گرونه، یعنی به شدت گرونه، اونم از وقتی بود که اومدن اینا، اون جنبش فمینیستی بود که خواستن اینا ممنوع کردن. حالا اینکه ممنوع کردن، حالا اینکه واقعا به خاطر چی بود، حالا یک سری میگن که چون نمیتونستن از اینا مالیات بگیرن به خاطر اون ممنوع کردن، سرکوش گذاشتن که گفتن که آقا مثلا ما از چیزایی فهم از سرپوش حقوق بشر این چیزا استفاده کردن، ولی در حقیقتش این بود که بالاخره اینا نمیتونستن پیدا کنن تراکنش بانکیشون چجوری چجوری ازشون مالیات بگیرن. ولی خب خیلی قیمت ها بالاست. اگر کسی بخواد، خب مثلا چند قیمت؟ یعنی حداقل الان من بگم مثلا حداقل 400، یعنی از 400-500 دلار به دلار آمریکا شروع میشه. 500 دلار برای چقدر؟ یه ساعت، دو ساعت. به اون وقت شما اونجا به عنوان یه مهندس درآمد چقدر مثلا؟ اگر من یه جای استخدام بشم، یه شرکت خوبی باشه با کسر مالیات اینا، حدودا به پول اینجا 22,000 23,000 کن تقریبا میشه 2,500 دلار اینا. بله، پس مثل ایران بازم میشه 3 ساعت هوکر دیگه. آقا بهروز ببین 500 دلار، تازه 500 دلار هم نیست، حالا ببخشید خیلی بد بینانه داره میگه. اصلا شما بگید 500 دلار شما میتونه خب باشه، میشه 1/6 دیگه، میشه 1/6 تو ایران میشه 1/2. خیلی خب 6 میشه 6 تو هوکر. خیلی خب یه لحظه من 5 ثانیه رو بگم، تو ایران میشه 1/2، تو سوئد هوکر شد 1/6 درآمدی مهندس. اوکی تا اینجا داری آقا بهروز؟ پس وقتی پس اوکی هنوز قبول دارن که ایران گرونتره. هوکر نشون دهنده گرون بودن هر زنی تو هر کشوری، پس از همین نتیجه میگیریم که تو ایران گرونتر از سوئده، این که دیگه واضحه. حالا این دوستمون تو ایران وضعش خوب بوده و رفته، حالا اینکه اگه شما سوئدی بلد نیستی، نمیری تو جامعه، نمیری به زن سوئدی پیشنهاد بدی، چسبیدی به همون 4 تا زن ایرانی دهنگشاد پررو که اونجا بهشون بچسبی و هیچ گیرت نمیاد، اون یه بحث دیگه ایه. میدونی چی میگم؟ هر جوری شما پایین بری بالا بیای، شمایی که داری بدبینانه ترین حالتو حساب میکنی، باز اونجا ارزونتر از ایرانه، تو این که شکی نیست. اینم که گفتی پول واسهشون مهمه، ببین تو جامعه ای که همه مثل هم دارن زندگی میکنن، اختلاف طبقاتی داره به صفر میل میکنه، اکثرا ماشینا مثل همه و نوع دیتینگ مثل ایران نیست که شما با ماشینت بخوای بری دور دور، میری تو کلابی جایی آشنا میشی، یعنی صرفا شما رو پیاده میبینن که آشنا بشی. خب حالا بذار ببینیم که خیلی فرق میکنه تا اینکه تو ایرانی که شما به بسم الله باید ماشینتو ببینن. حالا ما دیگه استفان بذار ببینیم آقای حسام که اونجا هست نظرش چیه راجع به یعنی اونجا هم دور دوره، یعنی با ماشین مخ میزنن؟ نه شما چند تا مسئله گفتین راجع به نه اینو میشه باز کنی، اونجا با ماشین دور میزنن سوار بذار صحبت بکنه آقای جک، بذار صحبت بکنه من چی میخواد دیگه. ما نتیجه نمیگیریم. خب آخه اول بذار اصل مطلبشو کلشو بگه، بعد دیتیل رو بعدا میتونی صحبت بکنی. شما یه مقدار وقتی یه چیزی رو هر موضوعی وقتی میشنوی، یه مقدار خودت هم باید یکم اینو با واقعیت ببین چقدر هم کنه. آخه مگه میشه همچه چیزی که نباشه؟ 100% اصلا خودت احساس میکنه، خودت زندگی بهتری داره، مگه میشه فرق نکنه تو وقتی ماشین بهتر داری؟ درسته من نرمالی من فقط دیدم اینجا مثلا طرف ماشین خوب داره، اصلا میره کنار خیابون وای میسته باز راه صحبت میکنه، ولی چیز دیگه نداشته باشه. ببینین به روت نمیارن، ولی عملا مثلا میخوای بری صحبت کنی، مثلا میگه نه دوست بسر دارم، نه چی دارم، چیز دیگه دارم. حالا شاید ریاکشنشون نوعش فرق میکنه. ببین من اینو هیچ متفق نیست، درصدش فرق میکنه، شاید تو ایران درصدش بیشتره، اینجا درصدش کمتره. اینجوری که میگه اقتصاد طبقاتی. اوکی ببین منم نمیخوام مخالفت کنم، من بیشتر خودش میخوام جواب سوالمو بگیرم داداش گلم. میدونی چی میگم؟ ببین الان من سوالم اینه، ریز بپرسم. ببین من اینو ریز بپرسم، یعنی شما اینو اونجا حالته؟ ببین تو ایران خب به هر شما مایه‌دار بودی رفتی، اصلا کاری به بحث شخص شما هم ندارم، پرسونال نمیخوام بشم، کلی میخوام جواب سوالمو بگیرم. تو ایران شما فقط باید با یه ماشین مدل بالا بری تو دور دور بزنی، ولی اونجا چیزی که من شنیدم اکثرا، حالا یه مورد شما دیدی کنار پیاده رو وایساده با یه لامبورگینی، اون به کنار نرمالی جامعه، شما پیاده تو پیاده رو تو کلاب جایی میری با طرف آشنا میشی. خب بعد نرمالی قبول داری که سوئد کمترین اختلاف طبقاتی دنیا رو داره دیگه. خب وقتی اکثر جامعه تقریبا تو یه سطح از لحاظ درآمدی زندگی دارن میکنن، این خیلی واضحه که معمولا پول خیلی نقش کمتری میتونه حتی نسبت به بقیه جای دنیا داشته باشه. ایران که جای خود داره، ایران که اصلا ریز ریز شده که داغون ترین جاست. میدونی چی؟ اینو شما قبول دارید؟ خیلی خوب. آقای جک با اجازت ما یواش یواش باید برنامه رو تمومش کنیم. اگه اجازه بدیم ما یک اوپن مایک که نه،
ادامه همین قضیه رو که قیمت ها چنده و چه جوریه میذاریم برای هفته دیگه. از آقای حسام هم خواهش میکنیم بیاد و این بحث رو با هم بیشتر ادامه بدیم. من سوال از خود شما داشتم. شما نوشتید؟ باشه، خواهش میکنم. پس من یواشاش با بچه‌ها خداحافظی میکنم، با آقای حسام صحبت کنم. پنجشنبه یا جمعه ساعت 8:30 به وقت خود که این دوستای عزیزم مثل آقای حسام که از اروپا هستن بتونن بیشتر شرکت کنن، ما ممنون میشیم. اونم باید صحبت کنیم. مرسی حسام جان، آقا حامی دست گل زنگ زدید. قربان شما، استفاده کردیم. خدا نگهدار. دمت گرم. قربانت. مرسی آقای جک، از همه اطلاعاتی که دادی ممنونم. خدا نگهدار. بفرما آقای حسام، ببینیم چه خبر. دقیقاً این زمانی که شما زمان شوتون 5 و 9 نوشتین به وقت لس آنجلس؟ نه، فقط 9 شب، 5 دیگه نیست. چون من دیدم اگه دقت کرده باشین 5 اومدم دیدم که کسی جواب نمیده. پس نه، بعضی از این برنامه‌های خود قدیمی‌تره، اون زیرنویسش میگه 5 و 9، ولی باید زیرنویسا رو باید آپدیت بکنم. هر هفته ساعت 9 به وقت لس آنجلس. 9 به وقت لس آنجلس و ان شاءالله یه برنامه دیگه هم می‌ذاریم که برای ایران و برای خاورمیانه هم ساعت خوبی باشه که دوستان دیگه هم بتونن شرکت کنن. به زودی ساعت‌های بهتری هم خواهیم داشت. آقا پس اونجا یه چیزی ازت بپرسم، حالا که از سوئد هستی، خرجایی که یه دوست دختر یا یه کژوال دیتینگ اونجا داره، خیلی خلاصه میتونی بهم بگی چقدر فرق میکنه با هوکر؟ والا اینم میتونم بگم بازم مثل همه جا کیس با کیس فرق میکنه، بستگی دختر داره، بستگی خود پسر داره. شما مونده به خودت با چجوری با طرف صحبت کنی، چجوری خودت چجوری آدم باشی. ایشون حالا آقای جک میگن ایران اینجوریه، من والا ایرانم اونقدرم پول نشون ندادم. من یه زمانی بود با پیکا میرفتم، ولی اون زمانم اصلا خرجم، من تا حالا شاید دختر رستوران نبردم تو ایران، تو همون ایرانشم، الانشم همینه. اینم این قضیه که هیچ قضیه مطلق نیست، نسبیه، درصدا بالا پایین میشه. تو صورت هم مثل همه جای دیگه بستگی داره چه دختری باشه. من دوست، یعنی شما میتونی بگی که دیتینگ در سوئد یه چیز خرجداریه یا یه چیز بیخیالی یا راحت و کولیه؟ کدومشه؟ هم آره هم نه. هم میتونه خرج داشته باشه، هم میتونه بیخیال و کول باشه. مثل همه جا، مثل همه جا، مثل جای دیگه، بستگی به خودتون داره، بستگی به دختر. خب ازت خواهش میکنم تو برنامه های دیگه ما هم شرکت کن. سوال دیگه نداری؟ من سوال دیگه ندارم. خیلی من لطف کردیم. خیلی لطف کردی، مرسی که از سوئد با ما تماس گرفتی و داستان قسمت اروپایی ما هم شما کاور کردی. من فقط میخوام بگم هیچ چی دیگه، اگه کسی واقعا به هر صحبتای شما گوش کنه، یه مقدار به هر موضوعی عقلانی توجه کنه، یه مقدار منم قبل از که بیام خیلی راجبه خیلی جاها خیلی چیزا میگفتن. اینجا میگن اختلاف طبقاتی نیست، ولی محلهایی هست شما اصلا نمیتونید پاتو بذارید، انقدر که امنیتش پایینه و پر خارجی و اینجا حرفا، مثل خود آمریکا، مثل خیلی جا یه جایی هم هست نمیتونی پاتو بذاری اینقدر که قیمتش بالاست. اونجا هم هست بس. اصلا میگن اینجا سوئدی نشینه، هر جا میره اسمشو میگه و میگه آه بالا شهری فلان. اونجا بسیار خوب، مرسی از لطفت آقا، قربان، خداحافظ. آقای حامی مطلبی داری؟ من میخواستم حالا در کل صحبت دوستان و تجربه خودم و دیدی که دارم بگم که بستگی به خود طرف داره، که من ایران بودم، الانم بیرون از ایرانم، دوستای دیگه هستن، شما هم امریکایی که دوستان میرون فرق نمونه، همون از یه جا اومدیم. بستگی به خودمون داره. درست. این که کجا بخوای چقدر پول رو خرج بکنی، سر کی سر چقدر شل بکنی. تو همون ایرانش هم میشه خیلی کارا کرد با خرج کمتر، تو همون سوئدش هم بله شاید مثلا این قضیه کمتر باشه، کم رنگتر باشه، ولی این که نباشه نیستش. نمیشه به اینکه نه اصلا پول هیچ جا مهم نیستش. تو همین شرق جنوب شرق آسیاش هم، تو همین کشورهای دور و بر ما هم درسته ارزونتره، ولی اگر بخوای پول خرج بکنی کسی به شما نمیگه پول خرج من نکنون دختره. تو ایران هم وریم بله شما خودت هم باید کنترل دست مرده است که آقا این الان 10 تا دختر هست، 9 تاشون میخوان جر بدن شما را لحاظ خرج کردن، یکیشون هم نه با یه غذا و با یه هفته یه بیرون رفتن میاد همونو بهت میده. خب چرا بیاید این 9 تا رو وقت رو تلف بکنی که این چرا اینجوری کرد، اون چرا اینجوری کرد؟ خب برو بشست به همون یه دونه دیگه. که البته اون باز برمیگرده به هزار یک مطلب دیگه از قبیل
گیم، از قبیل اعتماد به نفس، از قبیل شناخت طبیعت انسان در روابط دیتینگ که بتونی بازی تو درست انجام بدی که اون در واقع زیربنای کل بحثای پرچون است. خلاصه مرسی خلاصه. با ما شرکت کردی آقای حامی. آقای میثم هم رو خط با ما، اگه مطلبی نداری من تموم شد. برنامه خیلی فوق العاده بود امروز، به امید دیدار مجدد با حضور شما آقا فوق العاده شد، خیلی ممنون. آقای میثم دقیقه آخر شو بفرمایید. داره صدای من میاد؟ بله قربان، رو ایر هستی، دقیقه آخرش رو برو که رفتی. آقا رزمن موضع برنامه تونو بکنم، زنگالاس نوشته بودیم تو فیسبوک، درسته؟ نوشته بودیم که حالا که زنگالاس و خودش میخواد آره. کالا باشه، بیاین به ما بگید قیمت ها چنده در سر تا سر دنیا که دوستان اومدن همه مزنه رو دادن. من فقط میخواستم به برنامه تون رو گوش کنم، چون برای اولین باره که من لایف ویر رادیو دارم صدا شما رو میشنوم و چه جالب. حالا انشالله هفته های بعد میام، زودتر میام روی رادیو، انشالله توی بحثاتون هم شرکت کنم. والا قیمت که از کجا هستی آقا؟ از کجا ما رو میشنوی؟ از ایران. از کجا ایران؟ از استان اصفهان، یه شهر کوچیک که حالا شهرش اجازه بدید نگم تا. ای والا حالا اسمش کار نریم، همین که از استان اصفهان هست واسمون کافیه. مرسی آقا ورز از برنامه خوبتون. من مرسی. برنامه ضبط شده رو خیلی گوش کردم، دوست داشتم که تو رادیو هم باهاتون صحبت کنم که موفق شدم شده. ای والا خیلی خوش اومدی، انشالله هفته آینده منتظر تلفنت هستیم. برنامه تلویزیونی و رادیویی پرچونه هر دوش زنده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه. من این صدای خودم تو گوشم میاد، هی خودم رو به توپق میندازم. برنامه لایو پرچونه تلویزیونی و رادیویی هر سه شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه. لطفاً به دوستانتون لینک تلویزیونی و رادیویی رو بدین، ایشون میتونن هر جایی که هستن با یک اینترنت حتی ضعیف چه برنامه تلویزیونی چه رادیویی رو لایو ببینن. قرار ما سه شنبه شب ها به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب. راجع به این نرم افزاری که گفتیم برای اندروید، من اینو نتونستم دانلود کنم، میشه راهنمایی کنین چجوری میشه اینو دانلود کنم؟ شما الان فقط از برای تی وی یا برای رادیو؟ چون برای تی وی یا رادیو؟ تمام اندروید ها خودشون یه میوزیک پلیر دارن، فقط کافیه بری روی وبسایت پرچونه پرچونه.com و نوشته اندروید، تاچ میکنی اندروید رو و رادیو رو گوش میدی. خیلی ساده است، من یه لینک اندروید گذاشتم روی وبسایت. اگرم که خب بساط وصلی به اینترنت دیگه، اگر سخت برات بری وبسایت و به وبسایت نمیتونی بری، از لینک هایی که تو فیسبوک میذاریم و یا اینکه عضو یاهو گروپ ما بشی پرچونه اندرسکور شو، تو اونجا ما هر دفعه که شو هست یه لیست کامل از لینک هایی که شما میتونی روش بزنی رو براتون میفرستیم. روی لینک تیوی، روی لینک رادیو بزنی از تو رو تلفنت از یاهو میتونی اونا رو بگیری. فقط یه مقدار کارهای فنی کوچیک داره که دیگه اونو به هر کسی بگی بلده. اتفاقا من همه رو امتحان کردم، لینک ها که جواب نداد، فقط نیه اسکایپ الان فعلا امروز جواب داد که تونستم با تو صحبت کنم. خب اگه اسکایپ جواب داده معلومه وی پی ان داره. بله وی پی ان داره. خیلی خب، وی پی ان داری، با همون وی پی انت میتونی رو لینک ها بزنی. وقتی که عضو یاهو گروپ ما بشو پرچونه اندرسکور شو، ایمیلی که واسط میاد توش لینک های مختلف هستش که این لینک تی وی هست، لینک رادیو هست، لینک اندروید هست و لینک آیفون هست. شما میتونید روی لینک اندروید تاچ کنی. بعد من خودم اندروید دارم، وقتی که باز میکنی میگه که با چی میخوای اینو گوش بدی، میزنی میوزیک پلیر یا ساوند پلیر، هر کدومش انتخاب کنی فرق نمیکنه، لینک اندروید میگیره. فقط باید به اینترنت وصل باشی و اتفاقا وی پی ان هم نمیخواد، ولی شما با وی پی ان میتونی ایمیل ها رو بگیری. قربون، پس ما منتظریم، به دوستانم حتما این لینک ها رو بدیم. قربون، خیلی خوشحال شدم. قربون تو، خیلی ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. عجب برنامه قشنگی بود امروز و واقعا برام جالب بود این ساپورتی که شما میکنید از این برنامه. تقاضایی بود که من از شما کردم، چیزی نبود که من بتونم کمک بکنم و یا
راجبش صحبت بکنم، چون من در اونجاها نیستم و شما اومدید به ما گفتید و ما ازتون ممنون هستیم. ایشالله که گوشی دست همه بیاد، گوشی دست خانوم هم بیاد، دست آقایون هم بیاد، که آقا اگر قراره که زن کالا باشه و سکس پولی هست که ما میبینیم هست و امید دیگری هم نباید ببندی به هیچ رابطه ای تا اون موقعی که شما از منابع و ریسورس هایی که داری همینجور چپ و راست تغذیه نمی کنی خانومی رو که باید در رابطه هست، که اینم جز طبیعت خانوم ها هستش و من نه درست کردم نه تایید میکنم، نه میگم بده نه میگم خوبه و واقعیت فقط همین هست. شما باید بدونی قیمت ها چنده، چه جوریه، در به چه پاش نه از قیمت دستت باشه، ببینی یه چیزی رو که میتونی بخری $5 یا $150 یا $700، اگر همونه باید جوری بازی کنی که هر $5 بخری، باید در مارکت شلوغ نکنی. یادت هست میخواستی بری یه کیف یا یه چمدون یا یه استریو بخری، میگفتن آقا نرو اونجا حرارت نشون نده، تایرو به تخفیف بده. تو اگه بگی آقا هر چنده بگو زود همین الان من میخوام، طرف $1000 میکشه رو قیمتت و تو رو بازم با فوت خلاصه هندونه رو به شما تحویل میده. دوستان عزیز میتونید برای حمایت از شوی پرچونه تیشرت های پرچونه رو اوردر بدید. این تیشرت ها یادگاری پرچونه است برای شما، هم مشکی هست هم صورتی دخترانش هست که بتونیم با همدیگه بپوشین برین کنار دریا. اینو ما یادگاری چاپ کردیم و شما میتونید برای حمایت از پرچونه در انیورسری پرچونه که یا در واقع 14 سالگرد پرچونه هست، 11/11/2015 14 سالگرد پرچونه است، 14 سال با حمایت های شما این تلویزیون سرپا مونده و ازتون دعوت میکنیم بازم همینجوری که شرکت کردید بیایید و به شو کمک بکنید و در هزینه هاش هم همکاری بکنید، همون که دوستان دیگه کردن، در زحمت هاش همکاری کردن، در هزینه ها همکاری کردن. بازم به کمک شما احتیاج داریم که بتونیم این تلویزیون نگه داریم. تلویزیون کامرشال نیست که ما از فروش آگهی درش درآمد داشته باشیم و در واقع من درآمدی هم از این تلویزیون نمیخوام. همین که خرج های این تلویزیون پرداخته بشه با کمک هممون، نه که شما فقط پول بدید، همه با پول، هم من هم با پول شما، ما میتونیم حرفا رو صحبت ها رو بکنیم. شاید هر دفعه یک شنونده بتونه صدها یا شاید هزارها برابر اون پولی رو که کمک کرده که این چراغ روشن بمونه رو از این تلویزیون برداشت بکنه، نه از حرفای من بلکه از حرفای همه شما. از همتون ممنونم. دیدار ما سه‌شنبه شب ها به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب تا 11 شب و اسکایپ پرچونه، پرچونه 11، فیسبوک پرچونه شو 3 و یا هر جور دیگه پرچونه دیگه، یاهو آیدی مون پرچونه اندرسکور شو، تلفن پرچونه 310-896-7524 و وبسایت مون هم هست پرچونه.com. همه اطلاعات اونجا هست. شوی پرچونه 9 شب سه‌شنبه هفته آینده، دیدار ما. تا اون موقع خوب و خوش باشید.